بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اجازه بدید بریم سراغ این کتاب هزار و یک مثل فارسی انگلیسی و با هم صفحه 31ش رو، یا صفحه 30، بله نه صفحه 30 رو خوندیم که آن کسی که به عیب خلق پرداخته است زان است که عیب خیش نشناخته است. حالا میریم صفحه 31. آن که باد بکارد طوفان درو می کند، آن ممه را لولو برد، آن ور سکه یا آن طرف سکه هم باید دید، آن نوش به این نیش نمی ارزد، آن دو نفر بودند همراه، ما صد نفر بودیم تنها، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. خب بگید ببینیم که کجای دنیا هستید. حتما تعجب میکنید این عکس مجلس آمریکا رو چرا اینجا گذاشتم. اولا یکی از دوستان ما، یکی از همکارانون، آقای یوری که از یوکرین هست، سالها پیش گرفت و به ما داد. ما همینجوری گذاشتیم تا یه روزی ازش استفاده کنیم. اجازه بدید تا یادمون هست بیایم در صفحه شخصی خودمون در فیسبوک، اگر شما هم ما رو از اینجا میبینید، ما رو که مار نه من رو از اینجا میبینید، میتونید با دوستانتون شیر کنید به این وسیله که زیر این ویدیو یک کلمه نوشته شیر، شیر میکنید و میگه کجا، شما تصمیم میگیرید. ما بهش میگیم صفحه‌ای که ما منیج میکنیم، یعنی صفحه تلویزیون مردم. میگه اسم این برنامه چیه؟ میگیم سوربی با مردم، که به زودی عوض میشه، میشه 90 دقیقه با سوربی. از کجا پخش میشه؟ میگیم که مردم تیوی.com. شماره تلفن هم براتون اینجا مینویسیم دیگه، چی کار کنیم، هرچی شما تنبلید ما باید بیشتر کار کنیم. 202-695-2573 میتونید هم تلفن بزنید هم تکست بزنید. امروز یه چیزی جالبی برای من اتفاق افتاد. دوستمون پتیک از کالیفرنیا برای من تکست فرستاده، بعد ببینم تکست این آقا آمده روی گوگل وایس یا روی ایمیل من، میگه که یه پیامی داری توی قسمت گوگل وایس. وقتی رفتم اونجا میگم پتیک جان اینجا نوشتی عکس، اینجا عکسی نیست. میگه من با تلگرام برای شما یه عکسی فرستادم، اتفاقا اونم بهتون نشون میدم. خلاصه اینا چجوری همه مثل اختاپوس این سیستما دست کردن در دست هم، که حالا یا کلاه سر من و شما بذارن یا کلاه ما رو بردارن و هیچ راه نجاتی هم دیگه وجود نداره. قبل از من آقای فرزاد عزیزی یه برنامه ای داشت، برنامه زنده، گپی خودمانی، و ایشون صحبت کردن. برنامه خوبی داره، خیلی خودمونی میاد با شما صحبت میکنه و از شما هم نظر میپرسه که به اصطلاح برنامه هاش چجوری هست. اگه دوست دارید توی برنامه هاش مهمون باشید و باهاش همکاری کنید، از من هم نظر پرسید. چون از من نظر پرسید بهش نظر خودم رو صادقانه میگم. برنامه هایی که از قبل کار شده باشه روش، طرف خودش رو آماده کرده باشه، بیننده تا ببینه متوجه میشه که این رفته یک ساعت، دو ساعت، چهار ساعت، ده ساعت، سالها زحمت کشیده. برنامه ای که آقا حالا تلویزیون رو روشن کنیم ببینیم کی برامون ایمیل میفرسته، ببینیم کی برامون تلفن میزنه، اونا هم معلوم هست. و خب ایشون رفته بود درباره 22 بهمن تحقیقش رو کرده بود، یه دو تا مطلب و فیلم هم برای من فرستاده بود، متاسفانه یادش رفت. گفتم اینا رو بنویس. بعد خب ایشون برای من فرستاده، لابد فکر کرده چون برای من فرستاده، ولی من از اینجا هیچ کنترلی ندارم، با ایشون صحبت نمی کنم، فقط بهش میگم شروع کن، شروع میکنه. و بهترین کار اینه که حتی اگر مثلا ببینید همین عکسی رو که گفتم دوست من فرستاده،
رفته تو تلگرام و تو گوگل وایس و اینها. وقتی من پیداش کردم نوشتم عکس ترامپ و دخترش و این پرایم مینستر رئیس جمهور کیه مال کانادا روی تلگرام رو نشون بده. ضمناً اینجا باز نوشتم ویدیوی اون خانومی که در ایران هست، تظاهراتی هست و میگه من اسلحه رو دوشم گذاشتم، به غیر از اینکه گذاشتی روی فیسبوک خودت و روی فیسبوک تلویزیون مردم برای بیش از 13,000 نفر، اون رو هم نشون بده. بعد عکس یوتیوب که وقتی ما برنامه آقای افشارها اون نوار قرآن رو پخش کردیم، اون صاحب نوار شکایت کرده کپی رایت و خب اینها میگه که من اینو گذاشتم که شما وقتی میخوای بیای از من بخری، وقتی میری خودت از اونجا برمیداری، مثل این که من گذاشتم تو مغازه و که شما اینو ورداری بگی من اینو میخوام و پولشو بدی، شما بدون پول میری. البته آقای افشارها خودشون بنده خدا بارها گفتن توی این کارهای ویدیو و یوتیوب و فیسبوک و اینها اصلا وارد نیستن و نمیخوان وارد بشن، ولی ایشون اگه میدونست که این یه چیزی هست که باید پولی بابتش داده بشه یا بعضی وقتا حتی اجازهی گرفته بشه، مطمئنم ایشونی که اینقدر به اصطلاح مواظب حلال حرام طاهر نجس میکنه حتما این کارو میکرد. در صورت اون عکس هم بهتون نشون میدم. و اما نامه منوچهر رو بخونم که منوچهر جان تو با این 10 دلارت اشک من رو در میاری، ولی وقتی این 10 دلار شما میاد که من اون روزم گفتم میل نکن چون میگی کارتو داری از دست میدی، ولی دیگه مثل که شما پستش کرده بودی، این که میاد یه احساس غروری به من دست میده که من حاضر نشدم برای هزاران دلار سرم رو خم کنم زیر منت افرادی برم، ولی با شما الان سالهای سال این ارتباط رو برقرار کردم که شما هم فکر میکنی که این یه تلویزیونی هست که ارزش داره، من وقتم رو بگذارونم و بشینم ماه تا ماه یک نامه ای بنویسم و به اصطلاح چیز کنم. این نامه ها رو وقتی من گرفتم تو یکی از برنامه هام گفتم که منوچه برای که این 10 دلاری پیدا نباشه یه وقت خدای نکرده پستچی ما دزد بشه، این نامه ها رو کاغذ ها رو نصف میکنه با چسب میچسبونه و اینها. ایشون توضیح داده که این کاغذ ها نصف نشده. من موقعی که قبل از اینکه برای دیگران کار کنم خودم یک بیزینسی داشتم، بیزینس شغل تو ایران رو من نمیدونم بیزینس رو چی میگیم، کار خودم رو داشتم، حالا یا آفیس دفتره یا اداره خودم هست، هرچی در صورت اونو داشتم و یه سری کاغذ مخصوص سفارش داده بودم برای یادداشت و اینها، این از اونهاست. و یادتونه که بعضی دفترها و اینها نصف کاغذ آچار بود، آچارم 11 اینچ در 8 اینچه که به میلیمتر و اینها دیگه حالا یادم رفته، اون موقع ما نقشه ها رو روی آچار میکشیدیم. خب نوشته که آقای سوربی سلام، مبلغ 10 دلار برای ماه فوریه ارسال می‌دارم و همچنین روزهای بهتری را آرزو دارم. ضمناً توجه داشته باشید که کاغذی که برای نامه‌نگاری استفاده می‌کنم در گذشته برای فروشگاهی که داشتم به یکی از نوشت افزارهای به اصطلاح سفارش داده بودم و کاغذی نیست که از وسط دو نیم کرده باشم. برقرار باشید منوچه. و منوچه یه سری کتاب و این هم داشت که میخواست از طریق تلویزیون مردم بفروشه، ولی میدونم الان چون شرایط کارش یه مقداری داره تغییر میکنه و به هم خورده و اینها، دیگه حالا به اصطلاح یک سر هست و هزار سودا. ضمناً منوچه جان من توی یک برنامه گفتم اگر مدتی بیکار شدی، حتی شما دوستان الان داره ایام عید و سال نو ایرانی میرسه، اگر کسی هست خانومی آقایی که میخواد بدونی که ماشین داشته باشه، بدون اینکه انگلیسی بلد باشه، یه پولی در بیاره، حالا ممکنه پول چندانی هم نباشه، میتونه برای ما بازاریابی کنه یا مارکتینگ کنه. خیلی ساده یه کتابی روزنامه ایرانی چیزی دست میگیرین و به ترتیب به اونایی که آگهی دادن به جاهای دیگه زنگ میزنید، میگی یه تلویزیونی هست در شرق آمریکا و میتونید با یه مبلغ خیلی کمی برنامه هاتون رو یا سرویستون رو یا به اصطلاح فروشگاهتون و مطب دکترتون و دفتر وکالتتون و اینها رو به بینندگان معرفی.
و اما گفتمتون که امروز چهارشنبه 15 فوریه 2017 است، برابر با 27 بهمن 1395. گفتمتون چیه؟ اگر وقتی میگی خط بکشی روش میفهمی که گفتی. چقدر کارا ساده است و ما مشکلش میکنیم، انگار که زندگی به اندازه کافی اشکال نداره، دردسر نداره، ما هم یه سری دردسر جدید اضافه کنیم. و اما برگردیم دوباره به این عکس کپیتال یا مجلس آمریکا. این مجلس هم برای چیز هست. خیلی ممنون ماندی میگه خسته نباشید، سلام، شما هم خسته نباشید. و بهتر دوستان فیسبوک که استفاده میکنید عکس خودتون رو بذارید. اصلا فلسفه فیسبوک اینه که دیدم بعض وقتا طرف میگه که آقای مثلا صادقی، من یه همکلاس داشتم شبیه شما بود، شما هستید تو مدرسه مثلا پهلوی شیراز فلان، اینجوری با هم برقرار، همه عکس شیر خورشید، همه عکس نمیدونم پرچم چی میگن پرسپولیس اینا، این مثلا شما استفاده ناسعی میکنی. حالا شما دوست ما هستی، آمدی اینجا، ما نباید اینجوری بگیم، ولی بالاخره حقیقت رو باید گفت. میخواین ناراحت بشید، میخواین نشید. و خوشحالم آقای فضائل عزیزانم به ما پیوستن، خوشحال میشم که ایشونم با دوستانش از تلویزیون مردم استفاده کنه. البته گفتم این روزا هر کسی میتونه با یوتیوب مجانی، میتونه با فیسبوک مجانی برنامه داشته باشه، ولی سوال آخرش اینه که خب اگه اینجوری بود دیگه هیچ کس پولی خرج نمی کرد با تلویزیون ها، با روزنامه ها، با رادیو ها، و هر کسی برای خودش یه آگهی میذاشت. خب یه آگهی میذاری 50 نفر دوستت هستن میبینن، ولی اون آگهی رو بذار با تلویزیون مردم که 8000 نفر رو فیسبوکش هست کار کن، با تلویزیون مردم که هزاران نفر روی مردم تیوی دات کامش هستن کار کن، با جاهای بزرگترم کار کن. ما همیشه این کلمه هم رو استفاده میکنیم، هم. اتفاقا آقای عزیزان درباره پیمان عارفی یا عارف پیمانی نمیدونم اینا یه ویدیوی درست کرده که چون با تلویزیون مردم کار نمیکنه کارش داره خراب میشه، ویدیوش کیفیت خوبی نداره. هر وقت خواست این دفعه چارجش میکنم یادش میدم. دلیلش هم اینه که دفعه قبل که مجانی یادش دادم یاد گرفته ها رو به کار نبرده. و اما امروز آقای اهورا یزدی که معرف حضورتون هستن، ایشون همون حخای خودمون هستن، تماس گرفتن و گفتن که هنوز هم دیر نشده و میشه کاری کرد. گفتم ای داد بیداد، شما دوباره به جنبش افتادی؟ چی شده؟ سرد شده؟ سردته؟ میخوای خودتو تکون بدی؟ میدونی وقتی سرده آدم ها دستشون رو تکون میدن، خودشون رو حتی شیک میکنن، شیک کردن تکون دادن که گرمشون بشه. نمیدونیم، حالا منتظر باشیم آقای اهورا خالق یزدی یا همون فتح الله یزدی هم بیان و به اصطلاح برای من و شما از جنبش جدیدشون صحبت کنن. خب ایشون نوشتن که آقا رضا نوشتن پارسا عزیز درباره آن کار که گفتین بازاریابی میشه برام توضیح بدید؟ خیلی ساده است. بله آقا رضا، خیلی ساده است. شما نشستی تو هلند، شما نشستی تو ایران، شما نشستی تو آمریکا، یه تلفنی پیدا میکنی که تلفن زدن به جاهای اینور اونور مجانی باشه یا ارزون باشه. بعد اگر تو ایران هستی یلو پیج ایرانی ها رو باز میکنی، من نمیدونم دفتر تلفن ایرانی ها رو باز میکنی، این پیام ای ایران من ورشتم گذاشتم که هر وقت یادمون رفت دیدید خط اول و دومش طرف با شور و هیجان میخونه، بعدش میگه اینو چاپ کنید، کپی کنید، به همدیگه بدید، حتی این برور بذارید. امروز یک کار خوبی که آقای عزیزی کرد، من به این عزیزی چون فضائل عزیزان داریم که بهش میگفتیم فرزاد عزیزان، حالا هم فرزاد عزیزی داریم، بیشتر جاها حتی مینسم فرزاد عزیزان، ولی فرزاد عزیزی یک سال از ایران خارج شده، اهل بجنورد هست و در سوئد زندگی میکنه، گویا توی ایران در کار رستوران و رستورانداری بوده و طرفدار رضا پهلوی هم هست که هیچ اشکالی نداره، آمده در تلویزیون مردم یه برنامه گرفته. دوستان برای من همینسان که ما میتونیم تو برنامه این شرکت کنیم، والا من نمیدونم چرا با خود طرف تماس نمیگیرن. اون روز
برای دوستی که گفتم 2 ساعت ما نشون دادیم که ایشون با فیسبوک با صفحه کانون آوا اینها چرا برای من میفرستید که من ایمیلشو بدم، این دوست ما گفت آقا انتقادی که کردید درست بوده، ولی جواب نداد که چه چیزی تو مغز ما هست، آیا اون راحت طلبیه، آیا اینه که از دیگران همیشه میخوایم بخوایم برامون کار کنن و خودمون نکنیم، که اون راحت طلبی میشه، سلفیش بهش میگن اینجا، یعنی خودخواه. اینو اگه یک کسی برای من توضیح بده ممنون میشم، ولی آقا رضا اگه خواستی بعدن با هم تماس بگیرید تا توضیحات بیشتری بدن. توضیحش به این صورته، شما زنگ میزنیم مثلا به این خانم سیمین فهیم، اتفاقا آگهیش دیگه جای دیگه هم دیدم، ایشون مشاور آگاه و دانا با سالها تجربه در خرید و فروش املاک مسکونی تجاریه و ایشون توی کانادا کالیفرنیا هست. شما بهش زنگ میزنی، خیلی قشنگ مؤدبانه، میدونم مؤدب هستی، سلام میکنی، میگی که خانم فهیم یا اون کسی که دفترش جواب میده، ما یک تلویزیونی داریم، اینجوری شما دیگه داری از طرف من صحبت میکنید، یه تلویزیونی داریم در شرق آمریکا و اگه خواستید با مبلغ خیلی کمی میتونید آگهی داشته باشید. اگه طرف گفت چجوری هست و اینها، شما میگید برای که اطلاعات درستی در اختیارتون بذارن من میگم سوربی باهاتون تماس بگیره. اگر این خانم فهیم آمد و از بابت این ما ماهیانه $100 گرفتیم، $200 گرفتیم، $1000 گرفتیم، شما از بابت این $100 15%، بعدن که بیشتر وایسید 20%، بعدن که بیشتر با ما باشید 25% میگیرید. خیلی هم ساده است. هر وقت آگهی شد دیدی تو تلویزیون ما، یعنی این آگهی هنوز پخش میشه، یعنی داره هنوز پول میده. هر وقت رفت دیگه رفت، پولی نیست. جالب اینجاست شما یه بار زنگ میزنی، ولی اگر یه بقالی، یک قصابی، یک دکتر، یه وکیل، یه خانمی مثل ایشون ریلتور یا بنگاه املاک مستقلات میگفتن، چی میگفتن، ایشون با ما باشه، اگر 100 سال که هیچ که عمر نمی کنه، اگر 3 سالم باشه شما هر ماه کامیشن رو میگیری. اینجوری نیست که ما یه ماه یک کامیشن به شما بدیم بگیم خب $100 به ما دادی، این $15 برو. هر ماه که اون $100 میده شما $15 میگیری. توی آمریکا به این میگن بوک آف بیزینس یا باب، بوک آف بیزینس. اینه که یعنی این مشتری رو شما آوردی تو تلویزیون مردم و این توی دفتر شما نوشته شده. اگه این خانم آگهی تبلیغ ویدیویی درست کرد، خواست بیشتر پول خرج کنه، بازم میاد رو اکانت شما. یعنی اینجا که نوشته خانم سوزان فهیمی، توی پرانتز نوشته که این آقای رضا. ضمناً من یه شاگردی داشتم با اسم فامیل شما و نه شما نیستی، چون عکس شما رو دیدم به اصطلاح قیافه شما جوونه، اون الان چقدر، من 40 سال پیش اون موقع اون از خود من ممکن بود یه چند سال به اصطلاح جوان تر بود، ولی شما خیلی از من جوان تر. من مثلا 60 سالمه، ممکنه اون 55 سالش باشه، 10 سال شما نیستی، فراموش. خب و اما روز جمعه ساعت 12 ظهر با دوستان از کانون آوا خواهیم بود که یا برنامه ها به صورت زنده خواهد بود یا به صورت از قبل ویدیوی تهیه کردن ارسال میکنن، ما براتون پخش میکنیم. دوستان اگه دقت کرده باشید این زیر میاد که شما هم میتوانید، بذارید براتون نشون بده، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ما به اشتباه یه دونم نوشته بودیم که اگر مایل هستید مهمان ما باشید تا با بینندگان و شنوندگان صحبت کنید. باورتون نمیشه چند نفر ایمیل زدن، تماس گرفتن که آقا ما میخوایم مهمون باشیم، ولی دریغ از این که یکیشون بگه من میخوام مهمان باشم و دوست دارم یه حمایتی هم بکنم. آقا خانم اگه یه جایی هم نوشتن که مهمانی هست در یه پارکی، تشریف بیاورید. دیدید که بیشتر وقتا انسان خوراک خودتونو بیارید، ولی با همه اینا طرف وقتی میخواد بره به اون کسی که رفته اونجا رو اجاره کرده، تمیز کرده، چادر گذاشته که اگه بارون آمد فلان و اینها، بهش میگه که ببین شما که اینقدر زحمت کشیدی، حالا من یخ و نوشابه هم میارم،
چرا ما اینجوری نیستیم؟ یه نفر بیاد، اون یه نفر مهمون من باشه، برای من توضیح بده که چرا ما ایرانی ها اینجوری نیستیم، چرا برامون جوک درست میکنن که آقا یک آرایشگری بود سالها میخواست بچه دار بشه، بچه دار نمیشد، نذر کرد با دین خودش، با خدای خودش در خلوت خودش که اگر من بچه دار بشم مثلا یک ماه هر مشتری که آمد موهاشو کوتاه میکنم و پول نمیگیرم، شیرینی بهش میدم. میگه روز اول آمد یه نفر گفت که وقتی خواست پول بده گفت نه شما مهمان من هستید چون من بچه گیرم اومده، و گفت چرا؟ گفت بچه گیرم اومده و خوشحالم و اینها. گفت که طرف رفت، فردا که اومد دید آقا پشت در مغازه یک سبد گل گذاشتن، یک کارتی هم گذاشته نوشته من گل فروش هست، گل فروشی دارم و همونی هستم که شما دیروز موهای منو مجانی کوتاه کرد. میگه باز یکی دیگه آمد و موهاش کوتاه کرد، فردا که آمد دید یک قوطی شیرینی آوردن گذاشتن پشت مغازه و نوشته که من قنادی دارم و شما موهای من رو کوتاه کردی، ضمن تبریکی که بچه دار شدی اینم شیرینی من به شما. خیابون دو طرفه باید باشه. میگه حالا یه ایرانی آمد جگوارش پارک کرد جلو ماشینه، اینجا خیابونو بست و آمد تو با پوز و عجال هیئت دستور داد اینجاشو اینجوری کن، این نخی که از اینجا دارم بکش بیار بچرخون اینجوری کن، این ابرو هم کوتاه کن، موهای دماغم هم کوتاه کن. همه این کارا رو که کرد، آقای آرایشگر بهش گفت که شما نمیخواد امروز پول بدی، مهمون من هستی. حالا فکر میکنی فردا چه اتفاقی افتاد؟ میگن فردا صبح آرایشگری که آمد دید یک صفی دور این ساختمون ردیف ایرانی وایستادن، یه سریشون هم دارن فوش میدن که این پدر سوخته حرومزاده کجاست، چرا اینقدر دیر اومده ما معطل بشیم. این منتظر بودم اون دوست من بگه که آقا چگونه است سوربی دو ساعت مینویسه که این آقا قربان علی حسین نژاد فیسبوکش اینه، از فلان کانون آوا، از فلان از کانون آوا داره این برنامه رو به شما میده، با خودش تماس بگیرید. بعد طرف این سوال سوربی میشه ایمیل حسین نژاد به من بدی؟ اینو من میخوام بفهمم. این جوکه پس بی خود نیست، ما راحت طلب خودخواه همه چیز رو برای خودمون میخوام. و اما بریم سراغ برنامه. بله جمعه بعد از برنامه کانون آوا سوربی با مردم، یا دیگر 90 دقیقه هم نمیشه چون جمعه ها من 60 دقیقه با شما هستم، بعد آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا با شما خواهند بود. تا اسم دکتر کاظم افشارها را آوردم اجازه بدین من اینو بهتون نشون بدم دوستان، چون من بعضی وقتا که به این دوستان میگم که ما ترجیح میدیم وقتی یک کسی برنامه داره برنامه ها مال خودش باشه و از جایی ما فیلمی نگیریم، کپی نکنیم، نشون ندیم، خودمون رو زیر دین اونها نبریم. حالا زیر دین و اینها که خیلی هم بعضی وقتا ما حلال و حرام نمی کنیم، ولی یقمون رو میگیرن. نگاه کنید دوستان، نوشته A copyright owner using content ID claim some material in your video. میگه که میدونید توی یوتیوب چند تا گزینه داره، مثلا ما گزینه‌ای که انتخاب کردیم اینه که هر کسی میتونه فیلم ما رو برداره هر جا دلش میخواد نشون بده. اوکی؟ بعضی ها میگن نه، اگه کسی میخواد برداره باید اجازه از ما بگیره. باید ببینید اون چه نوع گزینه‌ای رو زده. بعد نگاه کنید اینجا تاریخش هم نوشته در تاریخ دهم، امروز 15 دهم فوریه، برنامه آقای دکتر کاظم افشارها. ببینید قشنگم نوشته که این copyrighted song best of عبدالبساط عبدالصمد claimed by، اینجا هم اسم اون نوشته پایرامیدیا، بله پایرامیدیا and دیوان ویدیو 2. قشنگ شعر چی میگن همه مشخصاتش نوشته، احتمالاً این همینه چون من دیدم وبسایت اینها، کنترل کردم وبسایت اینها، مثلا آمده نوارهای قرآن گذاشته، می‌نویسه مثلا 8000 تومان بدید اینقدر نوار قرآن، 5000 تومان بدید اینقدر نوار چیز. در صورت اینجوریه و من از بارها این تصمیم رو گرفتم، باز دوستان تصمیم ما رو میشکنن.
با چی میگن، مثلا امروز توضیح دادم برای آقای فرزاد عزیزی که آقا اجازه بده ما اون فیلم یار دبستانی رو پخش نکنیم، چون ما اگه دو سه بار اخطار بگیریم از یوتیوب بعد پچیمونو حسابمون رو میبندن. نمیدونم ایشون درست متوجه نشد، گفت خب حالا اگه اونو نمیخواین نشون بدید سرود ای ایران رو بذارید. آها گفت سرود ملی ایران. گفتم اولا سرود ملی ایران ما نداشتیم، شاه انقدر خودخواه و نادان بود سرود شاهنشاهی درست کرده بود، در صورت که اگه سرود ملی درست کرده بود من و شما تو صف مدرسه تو نمیدونم سربازخونه توی دانشگاه اینا میخوندیم، بعدن به این سادگی زیر بار آخوندها نمیرفتیم که سرود عوض کنن، الجزع النظر هرچی دلشون میخواد بذارن. ولی شاهنشاهه ما زنده باد، شاهنشاه ما هم یه سال بعد از انقلاب مرد، دیگه این شعر مسخره میشد، شاهنشاه ما زنده باد، وقتی که خابیده بنده خدا توی قبر وواری میگین شما هم، یعنی قرضی بمانه. بهشون گفتم این سرود ای ایرانه، ولی سرودی هست که اصلا اصل و پیدایش این سرود برید بخونید راجع به اون آقای گلگلاب و اون نمیدونم خالقی و اینها، ببینید چجوری درست شده. و آقای افشارها پیام گذاشتن، آقای چمنارا پیام فرستادن. متاسفانه این دوستان وقتی من برنامه زنده دارم میان، یه مقداری من نمیتونم، من اینجا کسی رو ندارم که تلفن چی گوشی رو برداره شما رو رو خط نگه داره بعد به من اشاره کنه تلفن خط دو بنویسه آقای افشارها یا بنویسه خط سه مثلا فلانی در با، اینجوری نداریم، امکاناتمون کمه. همش امیدوار بودیم یاران بیان از راه اندک اندک، دیدیم هر یاری آمد اگر یک کمکی کرد، کمک مالی خیلی کم، چنان درد سری برای ما اضافه کرد و چنان انتظاراتی داشت و چنان توی این دوستی میخواست ما براش سر و جان بدیم که گفتیم بابا نخواستیم، مرحمت فرموده ما را مس کنیم. در هر صورت اجازه بدید که من ببینم برنامه‌مون اینجا پخش میشه یا نه، چون بعض وقتا دوستان این پیام ها رو که میفرستن و اینها اینه که میگن مثلا یه برنامه‌تون توی قسمتی از آمریکا یا کانادا پخش نمیشه، که البته خداییش ما خیلی خوشحال میشیم، چون همون موقع میفهمیم که چقدر به اصطلاح بیننده داریم که این چیزا کشش نداره سرورها و بعضی جاها دیده نمیشه، تماس میگیریم با اون شرکته. ولی ببینید الان چهارشنبه 27 و داره صحبت میکنه، یه مقداری هم صحبتای سربی تأخیر داره به نسبت من، حالا میبینیم چی میگه. برگردیم به این ماجرای کپیتال یا این گنبد مجلس، که هم مجلس سنا هم مجلس شورای ملی اینها به اصطلاح اینجا جمع میشن دور هم و اینها. و برید اگر یه وقت تو این یکی از جاهای دیدنی دنیاست، اگه یه وقت آمدید اینجا برید، آزاد بعض روزا میذارن داخلش برید، مگر اینکه یه اتفاقی افتاده باشه. شما اگه داخل مجلس هم نرین، همون دور بر مجلس که بچرخید کلی آدم معروف میبینید، اینی که میبینی یه ایرانی یه عکسی گرفته با فلان شهردار فلان جا، اصلا اینجا تو سر سگ بزنی نماینده مجلس و سناتور صد تا یعنی شما اگه داری میری تصادف کنی احتمالا ممکنه یه سناتوری رو کرده باشی زیر ماشینت. بمانه دیدم این آقای آرمن ساگینیان رفته بودن یه جلسه گذاشته بودن با آقای نمازیخا از بنیاد ایمان، سه تا شهردار اسبق کالیفرنیا و ال ای و اینا رو دعوت کرده بودن، 15 تا سخنران داشتن، ایشون میگفت 70 نفر شرکت کننده. من فکر میکنم 70 نفرم نبودن، ولی چون ما نبودیم و نمیدونیم بذاریم حرف ایشون رو قبول کن. اگه 70 تا شرکت کننده بوده، 15 تاش سخنران بوده، 3 تاش هم شهرداری بوده، میشه 52 نفر آمدن. حالا 52 نفر رو با چه تلفن و با چه خواهشی آوردن، که خود آقای آرمن ساگینیان نوشته که من نوبتم یکی به نفر آخر بود، یعنی 14 سخنران، میگه دیگه اون موقع کسی نمونده بود، همه رفته بودن. چرا؟ برای که اینا بلد نیستن بابا، دیگه الان مردم کار دارن،
مردم شنبهش یه جاست، یه شنبهش یه جاست، دو شنبهش یه جاست، شما نمیتونی بگی هفته دیگه چهارشنبه ساعت 4 عصر بیا فلانجا من اونجا نشستم. مردم دوست دارن شما برنامه رو اجرا کنی، رادیو تلویزیون بذاری، هر وقت اون میاد نگاه کنه. شماها نتونستید، هنوز هم نمیتونید استفاده کنید از رادیو تلویزیون. هی نگید این آخوندا که درس نخوندن. آخوند سال 78 79 با این نوارایی که اگر 30 بار یه نواری استفاده میکردی اون مغناطیس قهوه‌ایش و اینا از بین میرفت، اون قهوه‌ای مغناطیس بود، یا گیر میکرد خراب میشد، با اون آمد حکومت پادشاهی 2500 ساله به روایتی 7000 ساله رو فرو ریخت. ولی حالا شما نشستی هی میگی رفتیم در فلان گردمگاهان، یعنی مثلا چی میگن فلان کمیسیون جمع شدیم و بعدم بهتون گفتم دوستان هی جمع میشن اینجا، جمع میشن اونجا، 20 نفر 30 نفر 6 تا نمیدونم کمیته فلان، کمیته جذب جوانان، کمیته جلب دیگران. بعد 3 سال دیگه اش میپرسه آقا چند تا جوان شما آوردی؟ اون 3 تا نفری هم که اونجا، اون 3 نفری هم که اونجا بودن جوان قدیم ما نیم قرن پیش، دو تاش حالا یا مرده یا باد فتح گرفته دیگه نمیتونه تکون بخوره. باز برگردیم به این مجلس. از پریروز تا حالا من خیلی خوشحالم، چون این چند ماهی که گذشت توی آمریکا به همه اونها که با یه دل خوشی اومده بودن آمریکا که فکر کرده بودن حالا رسیدن به سرزمین آزادی و قانون، دیدن ای بابا اینجا هم همون خرد و خر و همین اوضاع است. ولی باز اینجا نشون داد که نه آقای ترامپ، این وایت هاوس یا کاخ سفید شرکت باباد نیست که بیای اونجا بعدم هر کاری دلت میخواد انجام بدی، بعدم حقوق اون بیچاره کارگر رو ندی، بعد اون کارگر رو بترسونی که اگر خواستی شکایت کنی منم شکایت میکنم که تو اجازه اقامت نداری، اونم بگه آقا به جای شکایت من برم دنبال کار این پدر سوخته رو ول کنم. اینجا یقت رو میگیرن همینجوری که گرفتن. تا حالا 3 تا توپوزی محکم به این ترامپ زدن. یکیش همون که اون پسر احمق استیو میلر، فکر کنم اصلش از این یهودیای صهیونیست هست، که میگن از زمانی که دانشجو بوده این عقده‌ای بوده، اصلا تحمل خارجی‌ها رو نداشته. حالا من دلم میخواد یه نفر ببینه این فامیلیش میلر، یعنی مثل که آسیابدار آسیابان، ببینم این باباش میل کجا داشته و آسیابون کجا بوده، از کدوم کشور آمده اینجا بمانه. اون قانونی بود که گذاشت ویزاها رو به اصطلاح من، یعنی ورود اینایی که حتی ویزا گرفته بودن، اینا که حتی رفیوجی پناهنده رفته بودن کارشون درست شده بود، گفت هیچ که نیاد. اونجا یه توپوزی زد بهش یه وکیل قاضی که واقعا شهامت داشت، جرأت داشت، باید آفرین گفت به اینها که تو این شرایط میان و نمیترسن. آمد گفت هی تون نرو، افسارش گیره. بعدم آفرین بر دادگاه دیگه اینها. این همین میدونید که اینها قوه قضاییه و مقننه و مجریه، همون ستایی که تو ایران داشتیم اینجا هم هست، و این چکن بالانسی که اینجا هست چنان عمل کرد. فعلا توپوزی دوم اون دادگاه 3 نفره بود که بهش میگن ناین کورت، نه نایت کورت شب مثلا، یعنی نهم دیستریکت نهم. و سومیش این بود که حالا من امیدوارم اینی که میگفت ببینید اوباما چقدر میره گلف بازی میکنه، هر دیگه رفته وایت هاوس زمستانه درست کرده تو فلوریدا، اونم کجا، نرفته یه جایی رو اجاره کنه، رفته اون جایی رو که مال خودش هست و از موقع رئیس جمهور شده طرف که میمده برای ممبرشیپ $100,000 میداده، حالا با $200,000 بده مهمونا رو میبره اونجا، مثلا اون پرایم مینیستر مال ژاپن رو میبره اونجا، چه افتضاحی کرده و اینها. من فکر نمی کنم این ترامپ به یک سال هم دوام بیاره و امیدوارم با بی‌آبرویی کامل دمشو بگیرن بندازن بیرون. از این بیشتر امیدوارم هر چی حق اینو اونو خورده از عمرش کم بشه، بخوابه سکته کنه یا هرچی، چون شما نمیدونی وقتی حقوقی کارگری رو ندی، کارگری که
بچهش دانشگاه میخواد بره، بچهش مدرسه میخواد بره، خودش میخواد فردا این پولی که از تو میگیره بره بهت بنزین بیاد سر کار، اصلا ممکنه خیلی از زندگی ها رو این خراب کرده باشه، چه فاجعه هایی آفریده باشه. و دنبالش این بود که کسی رو که ضد ایران بود، این دیوونه جنرال فلین اصلا ضد ایران بود، اینو آوردن با بی‌آبرویی. دیروز بهش گفتن استعفاتو بنویس. استعفاتو بنویس یعنی حقیقتا اخراجش میکنن. چیزی که هست بعضی وقتا برای که این طرف بتونه هنوز از یک مزایایی استفاده کنه، میگن به جای اینکه ما تو رو اخراج کنیم، حقوق و نمیدونم کوفت و زهرمارت قطع بشه، تو خودت استعفا بده که بری. حالا این احمق پرروی شارلاتان هی میگه که من حالا میبینم اینا ایلیگالی، کلمه ایلیگالی هم یه جور دیگه میگه، ایلیگالی یعنی غیر قانون، لیگال یعنی قانونی، قانون، ایلیگال یعنی غیر قانون، غیر قانون، ایلیگالی یعنی غیر قانونی. بعد این به ایلیگالی میگه ایلیگلی، میگه که من میخوام ببینم کی اینا رو ایلیگلی آورده بیرون. میگم آخه مردک 100 ساله همین بودن اینایی که این خبرها رو درز میدن باعث شده که طرف از ترس این که مبادا این خبر درز کنه، اولا پاشو کج راست نذاره، کج نذاره، دوما اگر پاشو کج گذاشت فوری خودش بیاد بگه. میشه این که من میام تو آفیس شما یه چیزی میفته میشکه، من از ترس این که دوربین اونجا نباشه تا شما میای میگی ببخشی اینو زدم شکنم. خلاصه بابک حالش خوب نیست، اگه حالش هم خوب باشه فکر نمی کنم دوست داشته باشه بیاد تو برنامه من فعلا، چون میدونه بابک که اون امید و آرزوهایی که اینها داشتن و دیگران به ترامپ بسته بودن یکی پس از دیگری داره نقش بر آب میشه. و اما امروز دیدم که خانم شهره عاصمی نوشته بود که دوستان اگه میخواین برای این جنرال فلین گود بای پارتی بگیریم. گود بای پارتی رسمه توی اداره، وقتی یه نفر بازنشست میشه یا میخواد بره یه جای دیگه، اینها دوستان دیگه براش گود بای پارتی میگیرن و مشروبی میخورن، حتی کادوی بهش میدن و میره دنبال کارش. برای این آقای خانم شورای آسمی نوشتم که برای این گو تو هل پارتی، یعنی برو به جهنم، جشن برو به جهنم باید برای این گرفت. این یک. دومیش اینه که یکی از اونایی که ممکنه جای این رو بگیره و مشاور به اصطلاح امنیتی ترامپ بشه، آقایی هست که ایشون توی ایران درس خونده، پدرش توی ایران بوده و سال 1974، خیلی جالبه، یعنی سالی که من دیپلم گرفتم اینم دیپلم گرفته از مدرسه آمریکایی‌ها در تهران و از سال 1975 در نیروی دریایی آمریکا کار میکنه. البته اینا 7-8 نفر هستن که میدونید میگن لانگ لیست، یه لیست طولانیه میارن میذارن، بعد این میگه بابا این اینجوریه، اگه اینو بذاریم آبرون اینجوری میره، اون اینجوریه، اون اینجوریه، شورت لیست درست میکنن و الی آخر باید صبر کرد ببینیم چی میشه. اجازه بدید ببینیم آقای افشارها در پیامشون چی گفتن. بفرمایید آقای افشارها، این گوگل وایس ما خیلی بد شده، نفرین کردیم به این فیسبوک که آمده مسنجرشو اینجوری بزرگ کرده و هیچ راه گریزی نذاشته، گوگل هم همین کاره کرده. البته بد نیست، از تمام صفحه کامپیوتر استفاده میکنن. میدونید الان من و شما حقیقتا میشه بگیم از نصف کامپیوتر استفاده میکنیم، چون یه طرفش سیاه، این طرفش هم سیاه، این وسط رو ما داریم استفاده میکنیم، در صورت که کامپیوترهای همه مستطیله. اینا حالا اینجوریش کردن، ببینیم ایشون چی میگن. بفرمایید. سلام، الان حضرت علی نامی بودید توضیح دادید، خواهش میکنم در این مورد اجازه بفرمایید که من هم الان پاسخ خودم رو ارائه بکنم تو برنامه‌تون. تصور میکنم این مینیمم حقی باشه که بیننده شما داشته باشه. آها خیلی ممنون. تو من میخواستم بگم لطف کنید تماس بگیرید، ولی این که شما گفتید تصور میکنم این مینیمم حقی باشه که بیننده داشته باشه، تصور شما اشتباهه. بیننده حقی نداره آقای افشارها، بیننده حقی نداره. حقی که من دادم اینه، من یه حرفی میزنم، اگر کسی صحبتی داره پیام بذاره، اگر کسی صحبتی داره بنویسه، اگر کسی صحبتی داره تماس بگیره بگه من
میخوام درباره این چیزی که شما گفتید من هم نظرم رو بدم. تازه باز یادمون باشه باز من به عنوان حالا یا دبیر این جا یا ادیتور اینجا یا منیجر اینجا من حق دارم که به ایشون اجازه بدم مهمان من باشه یا نه، و الا من یه چیزی گفتم شما میتونید بگید بابا این سوربی که گفت دو تا 64 تا این اصلا دیوانه است، احمق، من دبیر ریاضی بودم، من رشتم ریاضیه، دو تا همیشه 4 تا بوده، حالا هم هست. در صورت نمیدونم. و اینجوری این برنامه ها قبلا اینجوری بود که من یه چیزی که میگفتم آقای تیرانداز از دبی میمد، آقای نمیدونم مفتخور دکتر کی بود خدایا یادم رفته، آقا محمدی از اون چیز میمد، آقای حمید نجاری از اونجا میمد، بعد آخر کار ما خسته و خورد میرفتیم، بعد تازه سه روزم ما باید جوابگوی مردم بودیم که آقا این آقای نجاری که اینجوری میگه این هر سال میره ایران و میاد نمیدونم رفته ایران زن گرفته، میگم آقا به من چه؟ اولا ایران رفتن حق هر ایرانیه، بعد رفته زن گرفته، خب زن گرفته چیکارش کنم؟ شما ناراحتی که شما رو نگرفته رفته زن گرفته؟ یعنی یه چیزای بیخودی. نه اصلا حق هیچ کس نیست، شما تو روزنامه یه چیزی میخونی، حق شما اینه که یه نامه بنویسید به اون بگید که این مطلبی که شما نوشتید 1978 ایران مثلا دیکتاتوری شد اشتباه هست، قبلش هم دیکتاتوری بود، بعد این میره برای ادیتور، ادیتور دوست داشت در جواب اون مینویسه. اگر اسم شما رو برده باشن بله شما درست میگی، شما حق دارید که بگید چون اسم منو بردی، چون اسم بیزینس منو آوردید در خط دوم ستون اول فلان اینها، حق منه که اینم چاپ کنید، و اونا اگه چاپ نکنن شما شانس آوردید، شما سوشون میکنید. شما اینجا گفتید چون اسمی آوردم، من نمیدونم چون اسم شما رو آوردم میخواین صحبت کنید، حالا امروز شما لطف کنید زنگ بزنید صحبت کنید، ولی اینجوری نمیشه که من یه چیزی که میگم شما بخواید زنگ بزنی اون دوستمون بخواد زنگ بزنه. بهترینش اینه که از قبل من حتی روی اسکایپ هم نوشتم بدون تماس قبلی، تماس بدون قرار قبلی تماس ممنوع، چون ما آقا اسکایپ رو روشن میکردیم 460 خورده نفر رو اسکایپ منن، یکیش میزد بله، یکیش زنگ میزد میگو های، یکیش زنگ میزد میگو بای، یکیش میگو حالتون چطوره. دوستان عزیز با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم، بفرمایید. آقای سوربی سلام قربان. سلام از من، احوال شما؟ بس خواهش میکنم. آره شما هم فرمایش فرمودید که افشارها اینجور، آقای افشارها اینجور عرض کنم که گفتن. جناب سوربی بنده عرضم به حضورتون از شما درخواستی کردم یکی روزی جلوتر از برنامه خودم که شما اگر احتمالاً امکان داره این رو بگذارید قربون، بنده اطلاع ندارم، حضرت عالی که استاد این کارا هستید، شمایی که میخواید از یوتیوب بگیرید باید مرخنخط بفرمید قربون، و به اون حقوق اونها دن. چون من شخصی هستم که میگم هر شاخه که سر زباق بیرون آرد هر ره گذری زمیوهش برچینه. یوتیوب 7 میلیون رو سوره الرحمن ایشون به هر حال بیننده بود و نگاه کردن، من گمان نمی کنم اون 7 میلیون بخوان بدن، حالا اینا مسائل تکنیکشونه کاری ندارم من. اگر من حقی بایستی به اینها بدن به روی چشمم هیچ مسئله ای نداره، اما این طور بازگو کردن، شما یک نامه دریافت کردید خیلی خوب، در جوابی خیلی راحت میتونم بنده خود جناب علی بنویسیم آقا سمعاً و طاعتاً، اگر حقی هستش اشتباه دو طرفه میتونه باشه، خیلی خوب 5 دلاره 10 دلاره 3 دلاره 100 دلاره مایی که برای دیدن برنامه هایی که همه میبینن رایگان، اگر لازم باشه میگیم آقا این اندازه هم میدیم، انصاف نیست قربون، برای که اینا بخوان 5 دلار بگیرن شما بفرمین اینجوری، تازه اون هم به اون وضعی که پخش شد. من در این مورد شدیداً به عنوان یک نفر بیننده شما نه حقی دارم، نه گوینده هستم، نه مشتری شما، هیچی نیستم، به عنوان یک بیننده این گله رقیق را از شما دارم که در مجموع پخش نشده. حالا یک چیزی هم ما به هر حال در اینجا خجالت زده شدیم، حضرت عالی از طرف بنده
نایب مناب هستید، وکیل هستید، از $1,000 تا $2,000 اگر حق اینها هست بدهید و بعد هم اینطور که من به هر حال به حلال و به حرام و خیلی بیشتر از این حلال و حرام ها به امور شخصیتی و به امور احترام گذاری به حقوق و افراد به هر حال من اعتنا دارم و امیدوار هستم که شما هم این به اصطلاح روحیه بنده رو بیشتر از این شناخته باشین که مشکلی نیست، فقط تغییر بفرمی ببینین اینا چقدر پول میخوان در اون رابطه بنده تقدیم و حضورشون بکنم، ولی این شعر رو هم بخوانین براشون. این یوتیوب ها شاخه ای هستش که سر از باغ در آوردن، هر کسی میتونه بچینه و اگر حتی کورت و مرت و هر چی هم بخوان برن خیلی راحت میتونیم پاسخ بدیم، کما اینکه خیلی خیلی بزرگتر از اینها رو پاسخ دادیم هم حضرت عالی هم بنده. ولی اگر $5, $10, $100 هست مشکلی است. برحال از اینکه این شانس به بنده دادید خیلی متشکر هستم و ما آرزوی توفیقات همه جانبه برای حضرت عالی و همه هموطنان عزیزمون داریم. اگر فرمایشی دارید بفرمایید. بسیار ممنونم، عرضی ندارم و خیلی ممنون که تماس گرفتید. شما کاملا درست میگید، من الان توضیح میدم. میگن که حرف حساب جواب نداره. ایشون کاملا درست میگه. اولا ایشون پنجشنبه شب برای من چیز فرستادن، اون لینک هم نفرستاده بودن، اسم نواره رو فرستاده بودن که همون سوره الشمس با این آقای عبدالباسط و چیزی بود که ما قبلش هم صحبت کرده بودیم و اینها. من شب وقتی آمدم دیگه دیر وقت بود، اصلا اون کار رو حتی نخوندمش تا صبح. فردا صبح که صبح جمعه بود من اون رو خوندم و صبح جمعه یکی از سخت‌ترین روزهای منه، دلیلش هم خدمتتون عرض میکنم. دیگه ما جوان نیستیم که بتونیم روزی 8 ساعت برنامه زنده داشته باشیم. روز جمعه من باید برنامه‌های کانون آوا رو ردیف کنم، فلایرشون رو صفحه بذارم، با اون کسی که قراره با من صحبت کنه تماس بگیرم، ویدیو و آدیو رو تست کنم، اینها که همه اینها مشکلات منه، مشکلات آقای افشارها نیست. ایشون این قسمت رو کاملا درست میگه که من باید برای آقای افشارها مینوشتم آقای افشارها، یا اینکه ما کلا ویدیوهای یوتیوب رو پخش نمیکنیم، یا اینکه این ویدیو نگاه میکردم میگفتم که این مال فلان شرکته و این شرکت اون قسمتی رو که بگه همگان میتونن آزادانه این رو پخش کنن باز پخش کنن اون رو نزده، ولی قسمتی که آقای افشارها میگه 7 میلیون نفر نگاه کردن، بله اون درسته. اون 7 میلیون نفر مثل اینه که یک سقاخونه هست، اون کسی که اینو گفت، شما بگید یوتیوب یه سقاخونه است، من میام آب میریزم داخلش، لیوانم میذارم که اگر کسی تشنه است توی راه از این آب و سقاخونه بخوره، حالا هر باوری داره، بگه سلام بر حسین، بگه سلام بر نمیدونم تشنگان آزادی، بگه سلام بر عیسی مسیح، هرچ. من و شما وقتی این ویدیو رو ور میداریم تو تلویزیون مردم پخش میکنیم، مثل اینه که من به جایی که برم یه بطر آب بخرم، یه باطل آب بخرم، میام از آب این سقاخونه ور میدارم، میرم برای خونه خودم برای ظرفشویی استفاده میکنم. بازم اینجا اشتباه من بوده، کوتاهی من بوده، من باید به شما میگفتم آقا این ویدیو رو اینها، این شرکته که اسمش هم هست، اتفاقا میگم اصلا رفتم دیروز که این چیز اومده بود یا امروز صبح رفتم تو وبسایتشون دیدم این بنده خداها خوب زحمت میکشن، قرآن رو درست کرده، بعدم خیلی قشنگ نوشته نمیدونم برای فلان مراسم آیه فلان قیمتش هم مثلا 4000 تومان، 4000 تومان میشه $1، میدونید، ولی اون تو ایران داره زحمت خودش میکشه. تقصیر از من بود، این قسمت رو از شما عذرخواهی میکنم. و اگر نگاه کنید تو این نوشته، دوستان بذارید من بهتون نشون بدم، نوشته don't worry، یعنی مشکلی نیست، نگران نباش. بذارید تو این خط دومش، یا بذارید اینجوری بهتون نشون بدم که ماوس منم بتونه روش کار کنه. آقای افشارها و اینجا کپچه فرم به 4 کامرای 3
ببینید دوستان، قسمت دومش اولا ببینید چقدر کارشون درسته. نوشته This is just a heads up. این فقط همین جوری یک هشدار دوستانه است. Don't worry. ناراحت نباش، نگران نباش. You are not in trouble. تو از لحاظ قانونی و اینها مشکلی پیدا نکردی. حساب تو، اکانت تو، اینها هم it's in good standing. یعنی مثلا شما تو بانک وقتی بدهکار نباشی، قسط عقب نیفتاده باشه، بهت میگن you are in good standing، یعنی شرایطت خوبه، مشتری خوبی هستی، خوب فرمان بردی، هر چی ما گفتیم تو اجرا کردی، اینجوری. ولی قشنگ نوشته که مال کی هست، کجا هست، چی هست، چرا این کارو میکنه. این کارو میکنه که ما دفعه دیگه اگه خواستیم اینو استفاده کنیم، حسن نیتمون رو به اینا نشون بدیم، بگیم آقا ما رفتیم خریدیم، لابد اونا هم وقتی مثلا اینو میخری یه شماره بهت میدن که اگه این تماس گرفت میگی نه آقا من خریده بودم، این شمارش اینی. در مورد اون باغ که شما گفتید، نمیدونم واقعا اینجوریه که یه باغی اگر میوهش آمده باشه از خود ما اینقدر میوه های مردم رو کندیم خوردیم، ولی یک سال یادمه بیچاره یک جوونی یا توی فلوریدا یا توی کالیفرنیا یک دونه پرتقال از درخت یک ردنک احمقی میکنه. ردنک، این شیراز بهشون میگفتن کلومی، من نمیدونم تهرونی ها به ردنک کلومی چی میگن، امیدوارم نگن شهرستانی، چون شهرستانی ها به کرات ثابت کردن از تهرونی ها زرنگتر، باهوشتر، فعالتر و الاخر. پس این قسمت نزدیک من نیان که ممکنه مشکل پیدا کنی به تهرونی ها هستن. واقعا قانون چیه؟ اگر من یک دیواری دارم و یک درخت سیبی دارم که این درخت سیبی کوچولو بوده، حالا که بزرگ شده و میوه داره میاد اون ور درخت، اون ور میاد تو کوچه، من حق دارم بکنم یا نه؟ میدونم که توی دردسرایی که اینجا پیش میاد بین همسایه ها، حتی قاضی میگه این درخت تو رو نصفش رو قطع کرده حق داشته، چون تو اومدی درخت رو انقدر نزدیک زدی که رفته توی خونه اون، برگش میریزه اونجا، آشغالش میریزه اونجا، میوه های له شدهش میریزه اونجا، یا خودت باید اینو تریم کنی. تریم کردن یعنی آرایش کردن، صاف و صوف کردن، تریم کنی که کاری به اون نداشته باشه، یا اگر اون آمد به هر صورت زشتی اینو کات کرد برید، اشکال نداشته باشه. سوال خوبی شد راجع به این شعری که سر از باغ در آورده و ما هم حق داریم، ولی اون دوتا چیو امیدوارم که توضیحی که داده باشم برای دوستان دیگه هم قابل به اصطلاح درک باشه و توجه کنن. نگاه کردن روی یوتیوب اشکال نداره، شما هزار بارم برگردی اونا خوشحال میشن، چون هر یه باری که برمیگردی یه سنت دو سنت از تبلیغ یا میسازن یا به تعداد بینندگان اضافه شده که کردیت میگیرن. و شما گفتید که خجالت زده، دشمن شما خجالت زده باشه، این یه مسئله‌ایه که نه شما خبر داشتی و میشه گفت که من خبر داشتم، اشکال از من بوده، من از شما عذر میخوام. پس دشمن شما خجالت زده باشه، نگاه کردن اشکالی نداره و از اینکه گله به اصطلاح رفیقانه کردید ممنون و متشکرم. خوشحالم که تلفن جواب دادم که این موضوع حل بشه و چیزی به اصطلاح نمونه. من فکر میکنم کلن من باید بگم آقا خانم، من توی این تلویزیون ویدیوهای دیگران رو پخش نمیکنم، یا اگه پخش کردیم روی یوتیوب نمیذاریم. چرا؟ ویدیو مثلا آقای سهراب چمنارا مال رادیو مانی میاره میگه من اونجا مصاحبه کردم، اینو پخش کن. بله ما پخش میکنیم، این حق ما داریم توی تلویزیون خودمون پخش کنیم، ولی آقای سهراب چمنارا اگه گفت این ویدیو رو که من از یوتیوب گرفتم برو برای من بذار روی یوتیوب، میگم آقا من نمیذارم، خودتون بذار. اگه گفت وقتی من صحبت میکنم بعدن بذارش روی یوتیوب، میگم من اون قسمت رو باید کات کنم، برای کات کردن و ادیت کردن پول میگیرم، خیلی هم از ادیت کردن بدم میاد و پولم معمولا زیادتر میگیرم که طرف بگه نمیخوام و تقصیر از من بوده. خوشحالم که شما زنگ زدید، متشکر و ممنون. و اما این آقای چمنارا ما رو با این شاهنامه ول نمیکنه. آقای افشارها، ایشون باز یه چیزی
فرستاده بودند که در سوم فوریه شما مهمانی داشتید، ایشان در رابطه با شاهنامه صحبت کردند. اولا آقای چمنارا، آقای افشارها مهمان نبودن، خودشون صاحب برنامه بودن. مثل این که ما اینجا یه پاساژی داریم، ایشون یه مغازه خودشو داره، گل و عطر میفروشه، منم اینجا مثلا سیگار میفروشم. در صورت شما هم آقای چمنارا، دوست عزیز، مهندس گرامی، ایشون ایمیل داره، ایشون تلفن داره، با خودشون تماس بگیرید، دعوت کنید ایشون رو توی برنامه‌تون، یا شما دعوت بشید تو برنامه ایشون باشون صحبت کنید. ولی چون شما نوشتید و من برای آقای افشارها نفرستادم، چون قرارمون این بوده که دیگه من نامه رسانی نمی کنم، حالا که من دارم درباره‌اش صحبت می کنم اینو میگم. آقای سهراب چمنارا، من سالهاست که از هومر آبرامیان، از اون پروفسور انصاری، از هر کسی که آمده گفته که من بسی زنده کردم در این سال سی، پرسیدم آقا بیا با من بگو این چی رو زنده کرده، چی مرده بوده که زندش کرده. خوشحالم آقای افشارها خودش مشدیه، میگه بابا اینم که مال توس همسایمونه. چه چیزی اتفاق افتاد که من در ایران در 1400 سال پیش در شهر شیراز یک شبه عربی یاد گرفتم، عربی صحبت کردم، بعد یه دفعه آقای فردوسی در توس یک کتابی نوشت برای یه شاهی، این کتابم مال خودش نیست، پولشم ندادن، دغمرگ شد. من یه دفعه فردا شروع کردم مثل بلبل فارسی صحبت کردم، هیچ کدوم از اینا تا حالا نتونستن بگن. آقای افشار، آقای چمنارام وقتی براش میگم، میگه آقا حسنالهیکل، آقا حسنالهیکل هیکلش الان زیر گله. حسنالهیکل هم یه چاپلوس دیگه ای بوده، لابد یه جایی بوده چهار تا شاه و نمیدونم از این مفتخورا بودن، اونم یه شکری خورده. شما اینو به من نگو، منی که فارسی هستم، شمام که فارسی هستی، بیا برای من توضیح بده، بگو ببین آقا اون موقع آقای فردوسی شب این کتاب رو برد اونجا، اینها شب دادن به فدکس 1000 نسخه چاپ کردن و با پست UPS فرستادن برای این و اون، و به هر کسی دستور دادن هر کسی شاهنامه دستش آمد 1000 نسخه بنویسه پخش کنه، شد 1000 در 1000 شد در میلیون در فلان، اینجوری شد. آقا این مزخرفا رو بندازید دو، یه جایی یه شاه ترکی برای که حالا خواسته دل فارس ها رو به دست بیاره گفته آقا شما بشین اینجا برای من شعر بگو. این آقام رفته نشسته 30 سال کنار درخت و استراحت شعر گفته که من هر شعر بنده تنبونی میگم ایشون یه سکه طلا به من میده. شعر رو که گفته بعدن گفته آقا برو ببینم سکه طلا چیه. طرف رفته قهر کرده، رفته خونه شون، پیش نخترش مونده تا دغمت شد. اینا چیه مزخرف ها؟ این منانم که نمیدونم رستم بود پهلوان، نمیدونم شما داستان رودابه و فلان بخون. میگه آقا داستان خودت هم میگی داستانه، اولش به من میگی داستان بخون، همچین که خوندم یه دفعه میکنیش تاریخ. تاریخ نیست، زالی نبوده، سیمرغی نبوده، رستمی نبوده، کاوه آهنگری نبوده، ضحاکی نبوده. این مزخرف ها چیه شما میگی؟ اگر هم همه اینها بودن یه شاعر توانا دانا شجاع نداشتیم که بگه آقا این ضحاک همین نادرشاه که مثلا بچه خودش کور کرده، نداشتیم. از ترسشون شعرهای اینجوری میگفتن، شعرهای اونجوری میگفتن. سیمرغ آمد زال و برداشت. این سیمرغی که گوشتخاره، پرنده گوشتخاره، نمیدونم، برداشت برد توی قله قاف، این بچه رو بزرگ کرد، بعد اون اومد، بعد اصلا مزخرفه به هم که رستم یلی بود در سیستان. بابا بنده خدا سیستانیا همیشه از آفتاب و از نمیدونم کمی مواد غذایی و اینها یه سری آدمای چروکیده سیاه چرده که رستم یلی بود. حالا اینو ول کن، اسبش نمیدونی چه اسبی بود، هواپیمای 747 بود، رستم سوارش که میشد میگفت ده برو که رفته. آقا این مزخرفات چی؟ شما مهندسی، شما رشته برق خوندی، شما مثبت منفی میدونی، شما برق مستقیم و برق غیر مستقیم میدونی، یه دفعه میای بند میکنی به این؟ البته ناگفته نماند، آشنایی من با آقای سهراب چمنارا بعد از اینکه خانوادهشون رو سالها میشناختم، ولی چون ایشون تو این محل نبود، تو این منطقه، ایشون رو نمیشناختم. از همین کتاب شاهنامه شروع شد، چون ایشون گفت شاهنامه کتاب مقدس ایرانیان. گفتم نه آقا،
بگو کتاب مقدس من. اولا هر کتابی گفتن کتاب مقدس، بدونید که اون کسی که این رو میگه مقدس، میخواد شما رو زیر فرمان خودش که فرمان غیر خدایی هست به اصطلاح اسیر کنه. و امروز هم باز دعوت میکنم هر کدوم از شما بیننده ها، چه الان که این برنامه رو زنده میبینید، چه موقعی که بازپخششه، چه موقعی که تو یوتیوبه، چه دو سال بعد از الان، اگر دیدید و من زنده بودم بیان به ما بگید که چی شد که ما فارسیان که یک شبه عرب شدیم، چقدر هم قشنگ عربی صحبت میکردیم با این یک کتاب، و ما چند هزار نسخه شاهنامه داریم یا داشتیم. چند سال پیش، هزار سال پیش بوده آقای فردوسی، هزار سال پیش سیستم چاپ، حالا تو چین و اینا نمیدونم تو ایران چی بوده، تولید و به اصطلاح چی میگن وقتی که یه چیزی رو خیلی زیاد تولید میکنن، سیستم نشر کتاب چجوری بوده، رو سنگ مینوشتن، رو گل مینوشتن، رو کاغذ مینوشتن، رو پوست آهو مینوشتن. آخه نکنید بابا، نگید این کارا رو، مسخرمون میکنن. بعد از توی ما یه دیوونه میاد بالا مثل آرمن ساگینیان، میره تو این رادیو دوست اون آقای توکلی، چهار نفر هستن، این هم کسایی هستن که خودشون برنامه دارن، اونجا صحبت میکنه، بعد میاد مینیسه من دیروز در رادیو هیوستون تگزاس صحبت کردم، میگم آقا کسی نیست، گولت میزنن. اگه میخوای ببینی کسی هست بگو دوستان، اگه حرف من رو قبول دارید بابت. میدونید سالها پیش توی آمریکا یه نفر آگهی زده بوده تو روزنامه، یک دلار بذارید توی پاکت نامه، مثل منوچهر عزیز که 10 دلار گذاشته، به این آدرس بفرستید تا من بهتون بگم چگونه میتونید میلیونر بشید. الان فرستادم، هفته آینده روز مثلا چهارشنبه نوشت اینجوری میلیونر میشی، اینجوری میلیونر میشی. حتما شما آگهی‌ها رو دیدید دیگه، شب و روز و اینها هی نشون میدن، میگی که اصلا کار نکنید، همش کنار استخر باشید، دو سه تا دختر نیمه لخت هم نشون میدن دارن اونا شنا میکنن، شما رو همشون داری غلط میزنی. بعد میگه چیکار کنم؟ میگه پولم لازم نداری، اصلا برو خونه اینو بخر بده اون، خب این همون کلاه اینو وردا بذار سر اون، شما میلیونر میشی. و یکی نیست بگه اگر شما به این آسونی میلیونر شدی، چرا حالا پدر سوخته داری میای میشینی اینجا شب و روز تو تلویزیون هی حرف میزنی که بیای از من 30 دلار بگیری که این کتابتو، این ویدیوتو، این دیویدیتو به من بفروشی. خب خیلی ممنون، بریم سراغ چیزایی که براتون اینجا گذاشتم. بله، میگه آقای سهراب چمنارا این سه عکس و ویدیو رو براتون میفرستم که در مبحث شاهنامه اگر مایل بودید بگذارید. نه دیگه، شما یه دونه چی فرستادید برای من نوشتید، چون فیسبوک من، یعنی منظورتون فیسبوک تلویزیون مردم بود، اجازه نمیده که شما پست کنید یه چیزی رو خودتون نصب کنید. ما مثل آقای یزدان خداوند رو نیستیم بگیم اینجا میتونی پست کنی، وقتی اومدی پست کنی بزنیم زیرش، مال خودمون رو بزنیم رو. گفتم شما میتونی در قسمت کامنت ها بنویسی، شما گفتید تو کامنت ها نمیشه عکس گذاشت، قبلا میشد، حالا چرا عوضش کردن نمیدونم. چون اینو گفتی من گفتم باشه اینو گذاشتم. حالا قرار نیست ما اون کاری که مجانی کردیم شما بعد بگی حالا اینم اضافه کن، حالا اینم اضافه کن، حالا اینم اضافه کن، حالا اینم اضافه کن. سالها پیش توی تلویزیون رنگارنگ بودم، یه نفر زنگ زد، من گوشی رو برداشتم، گفت شماره تلفن فلان جا میخوام، دارید شما؟ گفتم گوشی داشته باش. گفتم آقا داور این شماره تلفن مثلا فروشگاه یاسو میخواد. گفت بهشون ما نداریم. گفتم بابا داریم، آگهیش داریم پخش می‌کنیم. گفت شما بگو نداریم تا من بهت بگم. گفتم معذرت میخوام، من الان باید برم، برنامه‌ام شروع میشه، اینا میگن ما نداریم. گوشی رو گذاشتم اومدم. گفت ببین اگر به این شماره تلفن دادی، پس فردا به برادرش هم که میخواد زنگ بزنه، به جایی که دفترشو باز کنه دفترشو نگاه کنه، می خب زنگ میزنی به تلویزیون رنگارنگ میپرسی. آقا اون میدونست ما فوشش دادیم، گفتیم آدم بدیه، خیلی ها گفتن داور لاته، همه چی رو گفتیم، ولی میدونست. اون زودتر از من شما و من ایرانی شناخته بود.
طرف می اومد آگهی مرگ پدرش رو میخواست بذاره که دوشنبه مثلا ببخشید شنبه ختم شه، شنبه عصر هم مراسم یاد بود، شنبه دفن شه، شنبه عصر هم مراسم یاد بود شه. میگه چند میشه؟ داور میگه نرخ مرده ها 200 دلار. میگه خب شما اینو بذار من برات میارم. میگه ببین تا پول ندی من آگهی رو نمیذارم. میگه آقا بدبخت مردش تو بیمارستانه. میگه ببین این اگر پول نداد مرده رو از بیمارستان برد گذاشت دفنش کرد نشستن خوردن، دیگه هفته آینده نمیاد اینجا. و همین جوری هم بود دوستان. چیزی که هست من اون موقع تو این قسمت مالی تلویزیون کاری نداشتم، من وضعم اینقدر خوب بود، کارم اینقدر خوب بود، همون جوری که به دکتر به آقای خسرو بهرامی باباش دکتره گفتم مریض بودم دیوانه بودم اومدم تو این کار. اصلا کسی میگفت پول باید بدی تلویزیون برنامه داشته باشی مهمان باشی، گفتم پول بده خب اگه کسی برنامه‌ش یه جوری که ما میخوام مهمون باشه شماها باید پول بدی. ولی اون موقع آگهی های تلویزیون مثلا گوگوش اومد اینجا کنسرت 12,000 دلار ازش گرفتن برای یه شب آگهی. اون موقع اینجوری بود، مثل آگهی ما حالا نبود که به این دوستمون رضا بگیم بیا بازاریابی کن، آقا نرخای ما رو بذارید حالا یه تبلیغ هم برای خودمون نشون بدید. نرخای ما رو شما نگاه کنید، MTV ریت از سال 2006 تا حالا همینه. هر کسی هم با ما تماس میگیره از دوست یا غریبه اولین حرفش اینی که خب حالا این نرخای که رو کاغذه شما به ما بگو ببینید به ما چجوری حساب میکنید. میگم آقا خانم شما که میگی این نرخا رو کاغذه، خب شما که دوست منی شما دو برابر این بده. ببینید نوشتیم برنامه زنده ساعت 50 دلار حداقل 2 ساعت، برنامه ضبط شده ساعت 20 دلار حداقل 1 ساعت، بایگانی ویدیو 25 دلار حد اکثر 2 ساعت، بایگانی صدا 5 دلار. شما صفحه مربوط به خود را در بایگانی خواهید داشت که دیگه اینم الان نداریم، باید اصلا عوضش کنم چون دیگه کسی نمیره صفحه خودشو داشته باشه. وقتی شما فیسبوک داری، ما همچین که اینو گذاشتیم روی فیسبوک، شما لینک روی یوتیوب شما لینکشو برمیداری میذاری روی فیسبوک. فیسبوک خیلی از کارا رو راحت کرده، درسته که درد سر ما هم زیاد کرده ولی خیلی از کارا رو راحت کرده. اون موقع عکسی رو اگه می‌خواستیم بذاریم روی وبسایت باید یه ساعت سمت چپش اینقدر باشه، سمت راستش اینقدر باشه، باید بهش نشونی میدادیم برو بالای فلان برو پایین. الان میذاری خود فیسبوک کوچیکش میکنه بزرگش میکنه درستش میکنه. و اما بریم عکس ترامپ و دخترش رو ببینیم و ببینید که این مردک چقدر دیوانه است و چه فکرهایی در مغزش داره. ببینید اینا اگه آمده خونه و زندگی و شغلش ول کرده که به قول خودش پولداره، ولی میگن دروغ میگه پولداره، میگن آهی هم در بساط نداره چون هرچی داشته به خاطر نادانی به خاطر بیزینس بد از دست داده. ببینید این آقای ترودو مال کانادا آمده اینجا دیدن این مردکه احمق که الان دیگه توی تلویزیونای آمریکایی اونایی که کمدین هستن و چیز میگن و انتقاد میکنن به این میگن زن دختر، یعنی هم دخترش هم زنشه. بیل مار آوردوننش توی The Messy Truth و میگفت که ایوانکا دادر وایف. بعد یه چیزی هم اونجا نشسته بود یک ریورن یعنی از همین شبان کشیش اینها، من والا درجات اینا رو نمیدونم، یکی پدر روحانیه یکی نمیدونم کشیشه یکی شبانه یکی پستره یکی پاس میگن پستر و افزون نمیدونم. در اصل ببینید نگاه کنید رفته نشسته پشت میزی که رئیس جمهور میشینه، یعنی اینها با این شوهر صهیونیست یهودی که داره این خانم ایوانکا اینا تو فکر اینن که این مردکی که پس فردا افتاد مرد و اینها یه جورای اینا خودشونو بیارن و الا مرد چی بگم واقعا مردک نادان. تو این رئیس کشور کانادا آمده اینجا این باید عکس اینجوری بگیری؟ این از این. و اما از ملکه چیز بیایم بیرون بریم سراغ خانم ملکه خودمون. حتما میگید ما که ملکه نداریم. چرا بابا داریم؟ اتفاقا یه دفعه یه نفر گفت آقا این حرفا چیه شما میگی؟
نمیدونم زنبور به اون زنبوریش ملکه داره، ما نباید شهبانو داشته باشیم. گفتم اگه تو احمق نبودی، اگه میدونستی زنبورا با ملکهشون چی کار میکنن، هیچ وقت به شهبانو نمیگفتی ملکه زنبور. برید ببینید که زنبورا با ملکهشون چی کار میکنن. و روشون نیومده بگن پراستیتوت یا تنفروش یا هر جایی اسمش گذاشتن ملکه. کی اسم زنبورا رو گذاشته ملکه؟ خدا میدونه. درسته. بریم سراغ این نوشته که مصاحبه خانم فرح پهلوی رو به اصطلاح نشون میده و ببینید که اینها به چه درجه‌ای از پستی و بدبختی افتادن که یک جوونی یه دونه اینجا ریکوردر میگن، این دستگاه‌های رادیو ضبط صوت اون موقع یادتونه بهش حالا میگن ریکوردر. نگاه کنید دوستان، یادمه این بدبخت زیای آتابای عقب افتاده وقتی میخواست بره مصاحبه کنه با فرح پهلوی، حالا اگه پول رفته بود، قرض هم کرده بود، رفته بود یه کت شلوار چیز گرفته بود، چی میگن اینجا بهش میگن تاکسیدو، تاکسیدو برای مراسم رسمی، برای عروسی، برای مرگ فلان اینها، برای یا بلک تای یا تاکسیدو، رفته بود یه تاکسیدوی سیلور رنگی گرفته بود و آمده بود و این کلاگیسش هم انقدر صاف و صوف کرده بود و اینها، چسب زده بود بماند. حالا نگاه کنید خانم فرح پهلوی، این دروغگوی قرن بیستم، این دروغگوی بزرگ که به دست خودش حکومت پادشاهی رو از بین برد، یه پسر جوانی اومده، حتی اینا یه پایه ندارن که این ضبط صوت، اینا 40 دلار 50 دلار میدی یه دیجیتال، بعضیا میبینی حتی تلفنشون استفاده میکنن، شاید هم این تلفنشه، شاید این تلفنی از این تلفنایی که بلو چیه بلک بری بود چی بود داشتن. نگاه کن گرفته جلو دهنی این و ببینید حالا چی نوشته این خانم دروغگو، ببینید چی گفته. گفته فرح پهلوی امیدم را به آینده ایران از دست ندادم. خب دیگه هر کی میگه نون و پنیر، تو برو سرتو بذار زمین ببین تو این سن و سالت. اوکی. بعد نوشته که ما وقتی از ایران اومدیم بیرون فکر نمیکردیم که دیگه بر نگردیم. ای به گور پدر آدم دروغگو، شما جواهرات و همه چیزها رو برداشتید آوردید که سر جواهرات و اینها با همدیگه دعواتون شد. کسی که میخواد بره مرخصی، کسی که میخواد بره مداوای شوهر مریضش، جواهراتش رو برمیداره میاره. چرا خانم اینقدر دروغ میگی؟ از یه طرف میگم اینا با دروغ بزرگ شدن، اینا با دروغ زندگی کردن، با دروغ مقام گرفتن، و اگه یه روزی حرف راست زدن باید ازشون بپرسیم چرا حرف راست میزنیم. و اینا دروغ، اصلا این ترامپ شما نگاه کنید، دروغ میگه بعد میگن انقدر دروغ میگه، تا ما داریم امروز راجع به این دروغش صحبت میکنیم فردا یه چیز دیگه گفته، هم اصلا موندن توش ملت. ولی اینا بر میگرده، اینجا میگن که مثل ترکش یا یه چیزی، شما یه سنگی میزنی به یه جایی، بعض وقتا بر میگرده میخوره به خوده، اینا بهش بر میگرده. الان که شما فکر نکنید این ساده، این تا حالا دو نفر از نزدیکترینشو، حالا ممکنه یادتون رفته باشه اون آقای قبلی کی بود اسمش، که نه مایکل فلین، آها یه آقای بود یا بل یا بن منافورد، که اونم کردن بیرون، چیزی که از اون موقع هنوز این رئیس جمهور نشده بود که مراسم به اصطلاح استعفا و فلان قانونی و اینا باشه. حالا از دیروز تا حالا دارن میرن دنبال این که آقا مثل که از اون موقع اینایی که دستن در کار انتخابات ترامپ بودن با روسیه در کار بودن. و اینجا جا داره که از آقای امیر عباس فخرآور، این محقق بزرگ ایرانی که از تو زندان ایران با آقای ریچارد پر در تماس بوده، ریچارد پر رفته، نمیدونم این ریچارد پر بچه بازه، رفته اینو از دبی سوار هواپیما کرده نشونده رو زانواش آورده اینجا، حالا ازش بپرسیم که آقا خیلی خوب ممنون، شما دست آقای خامنه ای رو کردی، رفیق خامنه ای از یه دانشگاهی که خیلی از سران رهبران دنیا از اون دانشگاه از مسکو از روسیه فارغ التحصیل شدن. خب حالا بیا شما بنویس رفیق ترامپ ماجراش چیه. ولی اینا نمی نویسن، چون اگه نوشت اون وقت اون آقای بیژن خلیلی یهودی کتاب شرکت کتاب در کالیفرنیا اونو نمیتونه چاپ کنه و بفروشه، همش مانی 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 مانی.
It's all about money, 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 money. تموم. خب باز برگردیم به این مجلس. مجلس اینجا چندین اشکال داره. یکی از اشکالاش اینه که اینا مادام العمر همونجا هی میشن نماینده، هی میشن نماینده، و این نماینده مردم بودن میشه شغلشون. این ترامپ احمق با حماقتش گفت من وقتی میام عمدن مهی میگم ترامپ احمق که این آقای پرویز سهند یاد بگیره که آقا اینجا حق داری اگه یک کسی احمقه بگی احمق. آقا من اینجا نشستم، آقای افشارها زنگ میزنه با منطق میگه آقا من که نمیدونستم، تو که میدونستی من نگفتی. میگم آقا درست میگه، عذر میخوام، حماقت کردم، نادانی کردم. اون وقت تو یه بهایی که تو ایران ما دلمون برات میسوخت، فکر میکردیم حقی ازت ضایع شده، الان اومدی بیرون بال در آوردی، شاخ در آوردی، شاختو به همه میزنی، تو به من میگی من به این احمق نگم احمد چون این نماینده مردمه. کجا نماینده مردمه؟ 25% مردم آمریکا به این رأی دادن، باقی مردم اونایی که چیز بودن مثل من گفتن چه رأی گیری، چه پشمی، چه کشکی، رأی ندادن. یه سری هم که رأی دادن 3 میلیون رأی اضافتر دادن به هیلری کلینتون، که اونم باز همین مردکه نادان دروغگو، اونم هی میگه که اینها 3 میلیون که میگن دروغه، 3 میلیون ایلیگال اومدن دوباره رأی دادن. طرف میگه آقا طرف که ایلیگاله داره میردن 7-11 بره یه روز کار کنه $70 $80 در بیاره با ترس با لرز، حالا یه جا که میره رأی میده هیچی، سوار اتوبوس میشه میره یه ایالت دیگه هم رأی میده. ولی دروغ هرچی بیشتر بزرگتر باورش آسونتر. شما ببینید خانم فرح پهلوی تا حالا چند تا کتاب چاپ کرده انداخته به این ملت احمق شاه اللهیا، همجورم داره میگرده. بعدم به ضیاء آتابای گفت من گاهی وقتی در یخچال باز میکنه یه انقدری چیز قبل از اینکه موشه بخوره من میخورم، بعضی وقتا مردم کمکم میکنه. ای بر پدرت واقعا لعنت. این خانم نیر حرف قشنگی میزنه، میگه بیچاره شاه از لحاظ زن شانس نیاورد. البته من با ایشون مخالفم، شاه شانس آورد. شاه اون خانم ثریا اسفندیاری دخترش هم فکر کنم دختر داشت، چی بود، شانس آورد. نادان بود، نگفت بابا این پاکستان، اسرائیل، اینا رئیس جمهور زن دارن. خب من بگم خانوما این دختره چه فرقی داره، این بشه بعد از من ملکه. بعدم حالا سب کن، شاید پسری آمد، شایدم خدای نکرده این دختره مرد پسره شد. نه آقا اینو بنداز دور، یه دستگاه پسر درست کنی برای من بیارین. خب فره رو آوردن، علاقه به هم نداشتن، فره برای خودش. ببینید دوستان من تو آمریکا هستم، خانم فره پهلوی تا اینجا 20 دقیقه راه داره وقتی میاد خانه ییلاقیش در پتومک. وقتی فرانسه است که جزیره لختیا اینا من کاری ندارم، 20 دقیقه راه داره. 20 تام الان وکیل دارن این برنامه رو گوش میدن، اگر من حرف اشتباه بزنم ایشون هم گشنه دنبال پول میاد سوم میکنه، سوم میکنه، یعنی منو میبره دادگاه. خانم فرح پهلوی در کاخ زیر نظر شاه با دوست پسراش، با فاسق، درست میگم فاسق، با فاسقاش میخوابیده. پسر خالای امی آقای مسعود انصاری میره به مادرش شکایت میکنه، میگه این اینجوریه. فرح میاد بهش میگه من اختیار وسط پامو ندارم، حالا دیگه تو جاسوس من شدی. چرا؟ مادر فرح مذهبی بوده، مادر فرح با احمد علی مسعود انصاری دو بار اگه اشتباه نکنم یا 3 بار رفتن مکه، اینم مؤمنه، رفته بهش گفته بابا این آخه این اصلا آبروی شاه رو هم داره میبره. بعد اومده بهش به طعنه گفته حالا دیگه من آبروی، من اختیار وسط پامو ندارم. چرا اختیار وسط پاتو داری؟ برو الندولن اینجا، اون اونجا، جوادی قطبی، قطبی مثل فامیل شونه، برید ببینید چه زندگی افتضاحی. افتضاح نشادم، ایشون خیلی لذت برده. حالا فهمیدی آقای سهند، شما شاخ سوارتون شد، خفه شدید، صدا ندادید. شیخ آمد، تنها کاری که کردید فرار کردید، آمدید بیرون گفتید ای واویلا ما رو کشتن، ما رو اعدام کردن. طرف اونجاست میگه آقا من بیزینس دارم، کلمیه رو نشون میدن، میگه آقا من اصلا از اینجا کجا برم، داره بیزینس ویدیوش هست. بعد اینجا که میاین دم در آوردید، تازه به دیگران هم میگه آقا
شما بی خود 20 سال اینجا تو رادیو تلویزیون هستی، از این مرتکه دیوانه شارلاتان پا انداز پمپ. این دوستون میگه کلمه ترامپ که میدونید ترامپت این چیزاست دیگه، بوق میزنن باش، اینا میگن ترامپت. حالا نمیدونم این ترامپ هم از اونجا میاد یا نه. میگه این مرده که بوق زنه، فقط دروغ میگه، داد میزنه. بمانه عکسو بهتون نشون دادن، قاضی شما هستی. و اما ویدیوی من اسلحه رو روی دوش گذاشتم براتون گفتم، و اینم برای دوستان که بگم برنامه که دارید اینجوری. خب نامه منوچهر درباره کاغذی که استفاده کرده خوندم، عکس یوتیوب در رابطه با کپی رایت رو نشون دادم، عکس ترامپ و دختر و زنش که بعضیا میگن استفاده زن بودن ازش میکنه، من نمیدونم. و اما ویدیوی من اسلحه رو روی دوشم گذاشتم. میدونید که توی ایران خیلی ها دلشون برای خانم ها میسوزه، میگن به اینها ظلم مضاعف شده و زنهای ایرانی نمیدونم مثلا 40 سالشونه، قیافاشون مثل زنهای 60 ساله و 70 ساله اینایی که خارج هستن. البته والا ما عکس زنهای ایرانی رو میبینیم، خیلی هاشون حالا اومدن خودشونو خوشگل کنن، نمیدونم ابروشونو مریخی کردن رفته اینجا، لبشونو میدونید یه چیزایی هست بهش میگن بوتاکس، یه چیزایی هست بهش میگن فیلر. بعد یه فیلمی اینجا میذاش، فیلم تو ان هاف من، یعنی دو تا مرد یه نصفه، دو تا برادر بودن با یه پسر کوچولو داشتن که پسرم بعد بزرگ شد، اینا میگفتن تو ان هاف من، دو مرد و نصفه. اینا یه مادری داشتن، از اون مادرایی بود که مثل خانم فلر پهلوی بود در مادر بودن و در تعداد دوست داشتن اینا، درست مثل مادنی بود. و این رفته بود یه جراحی کرده بود، وقتی آمد خونه اولا یه از این بالشایی که برای اینایی که باسنشون اون درده چیه بواسیر دارن دکتر بهش داده بود گذاشت نشست. بعد وقتی صحبت میکرد اینجوری صحبت میکرد، پسرش گفت چه کار کردی؟ گفت رفتم چربی از باسنم برداشتن زدن توی لبهام. بعد دوتا پسره به هم خندیدن، گفت حالا من نمیدونم وقتی این داره حرف میزنه، عذر میخوام، میدونید من خیلی رک صحبت میکنم، این داره حرف میزنه، وقتی این آروغ میزنه، این آروغه یا گوزه؟ چون باسنش رو بس کرده بودن به اینجاست. حالا این عکسایی که ما از دخترای ایرانی میبینیم اینها، البته خیلی ها میگن این بنده خدا چون همه جاشون رو میپوشونن، تنها جایی که میتونن خیلی کار کنن اینجاست، ابروشون اینجوری میکنن، چشماشون اینجوری میکنن، دماغا رو اینجوری میکنن. حتی اپرا یه برنامه گذاشت که بیشترین جراحی های دماغ در ایران انجام شده، با وجود که بیشترین جمعیت دنیا رو که ما نداریم که. بمانه من یه فیلمی به شما نشون میدم، ضمن اینکه کاملا باور دارم حق مردمه که اعتراض کنن، تظاهرات کنن، یقه شهردار رو بگیرن، بگن آقا این چه وضعیه اینها، دو تا سوال دارم ازتون. اول این فیلم رو ببینیم با هم، بعد سوالم رو میپرسم، شما اگر خواستید جواب بدید، با تلفن پیام بذارید و الی آخر. اولا این رو از اینجا بهتون نشون بدم، select area، هم روی صفحه خودم هست هم روی صفحه مردم تیوی، و با هم این بانوی ایرانی عزیز رو ببینید. این عکسی که شما میبینید به نظرتون میاد این صورت یک زن ایرانی چند ساله است؟ این سوال منه، این یه سوال منه. سوال دوم من به اصطلاح میخوره به مسئولیت شهرداری و مسئولیت استانداری. مثلا اگر ما برق و آب نداریم، مسئول شهرداره یا استانداره؟ دوستان یه بار دیگه برای اونایی که شما که باهوش هستید همون موقع فهمیدید، برای اونایی که مثل من خنگن، مثل من احمقن، ممکنه حتی یه کمی هم نادان باشن چون با من مخالفن، فکر کنن دشمنن، من دارم میگم حق ایناست که اعتراض کنن، حق ایناست که تظاهرات کنن، حق ایناست که از مسئولین بخوان. ولی همون موقع باید ببینیم که حرفایی هم که اینا میزنن درسته یا نه. گوش کنین. چرا جواب ما رو نمیدی؟ هرکی میادی؟ هرکی میدید باقی؟ آخه این چه زندگیه که برای ما ساختی؟ ما اومدیم انقلاب کنیم که آزادی داشته باشیم. Let's go, 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 let
میکنن، این خانم میگه که چرا بی آبی، چرا بی برقی. بعد دیگران خیلی قشنگ منظم فریاد میزنن استاندار بیا بیرون. سوال من اینه، برق و آب و اینا مسئولیت استانداره، مسئولیت شهرداره، مسئولیت، میگم مخصوصا کشورهایی که دیکتاتورها حکومت میکنن، اگه توی دست انداز میفتی فوش میدی به شاه، فوش میدی به ولی فقیه. ولی اینجا الان یک هفته است بعد از 12 سال که تمام اونایی که رشتهشون اینه گفتن آقا این سد اورورت آقای چیزم فرستاده بود پتیک، این جاده‌ای که براش کشنی یه جاده میکشن که آب که زیاد میشه آب تو اون جاده بره پخش بشه و از این جاده هم موقعی که خشکه به عنوان چیز استفاده کنن. اتفاقا توی شیراز هم داشتیم یه چیزی بهش گفتن رودخانه خوش، بعد تو رودخانه خوش بعضیا رانندگی میکردن که بعد من شنیدم حتی کنارش رو الان عکسایی که میاد اسفالت کردن جاده است و اینا بماند، که اون کار اشتباهی بوده، رودخونه رو کم کردن، هی ساختمونایی که ساختن آب رو حالا کم میشه بماند. ما سر این ویدیو صحبت داریم. این خانم به نظرتون چند ساله میاد که میگه ما اومدیم انقلاب کردیم که اینو داشته باشیم اونو داشته باشیم، بعد فوری میگه ما انقلاب کردیم، کشته دادیم، شهید دادیم. حالا نوشته زیرش هم بخونید، نگاه کنید دوستان. اگر شما دوستان چیزایی که می‌نویسید دقت کنید، بعد نمیایید بگید آقا یعنی چی، یعنی شما دارید از اینا حمایت میکنید. نه عزیز من از هیچ کی نمیخوام حمایت کنم. من اگه شما غلط گفتی میگم شما غلط گفتی، اگه خودم غلط گفتم میگم خودم غلط گفتم، اگه دوستم غلط کرده میگم این غلط گفته. ببینید نوشته که من اسلحه رو دوشم گذاشتم. اولا با من شروع میکنه، بعد انقلاب کردیم که جمله فعل جمع تموم میکنه. چی؟ نشمون رفته، جوانمون رفته، نفتمون رفته، جوانمون رفته، تا کی بی آبی بی برقی. من یه سوالی از شما دارم. بله انقلاب که شد خیلی از خانمهای ایرانی هم بودن، حتی دانشگاهی و اینها، تو خیابونا تظاهرات فلان اینها، ولی ما زنی ندیدیم تفنگ رو دوشش بذاره بره انقلاب کنه. حتی در دوره جنگ دیدیم خانمهای نون میپختن برای اونایی که تو جنگل میفرستادن، نمیدونم پتو میفرستادن چی میز، ولی تو ایران ما زنی که تفنگ رو دوشش بذاره چه انقلاب کنه چه بره به جنگ نداشت. خب حالا یه سوالی از شما دارم. کسی که قیافش هم به کسی نمیاد که 38 سال پیش، حالا بگو یه سال هم قبلش، 39 سال پیش خود این خانمه من فکر کنم 40 سالش باشه. شما چی فکر میکنی؟ نظرتون رو در این باره به من بگید. اگه خواستید مهمون برنامه من باشید جمعه، حتی اگر من یه ساعت برنامه اضافی بذارم به جای 12-11 شروع کنم، یا به جای تا 4 که بعدش آقای ارشاد تا 5 بعدش 5 بیام با شما باشم، میام شما بیا برای من توضیح بده این ویدیو رو که چی. این ویدیویه که من به دوستم میگم آقا شما نرو ویدیوی قلابی مجاهدین خلق رو بردار بیار. خود ایران الان چنان مردم دارن اعتراض میکنن که به قول آمریکایی‌ها you won't believe it، شما باورت نمیشه. آخه بیچاره ها اینا رو نشون بدید. بعد حالا نگاه میکنم خب آقا اینا رو اگه نشون بدیم، تا اینو نشون میدیم میگه من تفنگ گذاشتم رو کولم رفتم فلان، دارم میگم کجا رفتی شما؟ شما 40 سالت قیافت، یه چروک تو پیشونی این خانم نیست. اگه حرف حق و حساب زدی میگن دیدی بهت گفتم، من از روز اول اصلا این سوربی وقتا سیبیل داشت، بهت گفتم این کمونیست پدر سپون، نمیفهمیم کمونیست کیه، نمیفهمیم چپ کیه، نمیفهمیم راست کیه، نمیفهمیم کی بهمون دروغ میگه، نمیفهمیم کی بهمون راست میگه، فقط حرف میزنی، حرف میزنی. البته خب جای شکرش باقیه که همین حرفا رسید به جایی که آقای خسرو بهرامی بعد از سالها که من میشناسمش از دوره رضا شیرازی و تلویزیون فیرفکس و اینها، من ایشونو میشناسم، رسید به جایی که فهمیده ایشون مریضه، فهمیده ما همه ایرانی ها مریضیم. البته باور کنید پیغامش گوش ندادم،
که ببینم حالا چه پیشنهادی کرده اینها. ولی باز ممنونم که وقتی بهش گفتم آقا شما برو مرضتو درمان کن، بعدن بیا یه برنامه بذار، یا بیا تو یه برنامه مهمون من بگو ببینیم چه جوری شما درمان شدی. که من فکر میکنم اگه شما بری درمان بشی دیگه نمیای اینجا، که مثل مثلا اینجا ما نشستیم شیره میکشی، بعد شما یه روزی میفهمی آقا این شیره پدرتو درآورده، ضعیفت کرده، میری تلویزیون تو از خونت از بچت برمیداری میاری میفروشی. اگه بری ترک کنی که دیگه نمیای. ما ها که اینجا همه نشه هستیم بهمون بگی آقا این شیره کشیدن بده، دیگه اینجا پیداد نمیشه. ولی این بزرگی رو بکنید شما آقای خسرو بهرامی، وقتی ترک کردی یا فردا نیا به من بگو، وقتی رفتی 4 ماه کلینیکو ترک کردی اینا بگو که سوربی اینجوری شدی. ویدیوی من اصلا رو دوشم گذاشتم رو هم براتون نشون دادم، ماجراهای افتضاح ترامپ هنوز هفته 4 تموم نشده، جمعه که بیاد 20 ژانویه تا 17 میشه جمعه 20 ژانویه، چون ژانویه 31 روزه بوده میشه 4 هفته. و ببینید تو این 4 هفته این احمق نادان چگونه دنیا رو ریخته به هم. این میگه من شغل میخوام بیارم اینجا. چه شغلی میخواد بیاره؟ که ماشینای نمیدونم قطارهای برقی که 300 کیلومتر در ساعت میرن دوباره برگردن با بیل زغال سنگ بندازن. خب وقتی یک کسی میخواد معدن زغال سنگ داشته باشه چه کسی رو استخدام میکنه؟ کسایی که تو معدن زغال سنگ کار کنن. وقتی قطاره شد زغال سنگ چه کسی رو استخدام میکنه؟ سوربی رو استخدام میکنه که با بیل زغال سنگ بندازه اونجا. از این ور به خاطر این کاری که کرد شرکتای سیلیکون ولی، سیلیکون ولی که میدونید که اساس سیلیکون جنسی یه متریالی که بیشتره این چیزای کامپیوتر اینا از این ساخته میشه، و به خاطر همین یه منطقه خیلی بزرگی توی کالیفرنیا که اونجا ساخته شد همش برای این شرکت ها و این کارخونه ها و اینها به اونجا میگن سیلیکون ولی. اینا گفتن اگه این مردک این ایران که میگه بیاین سرمایه گذاری کنی، بعد طرف میره سرمایه گذاری کنه، یه پاسداری میاد میگه آقا اگه اینقدر کارخونه رو به من بدی میتونی اینجا باشی، اگه نه وردار برو. ایران آمریکا هم اینجوری شده. آمریکا میگه آقا برای من مهم نیست که 30% دانشمندان مثلا ناسا ایرانی هن یا هندی هن یا هرچی، یا احمق اومده رأس کار. خب اونا میگن ما میریم کانادا. کانادا هم این وسط زرنگ فوری گفت که چیزا میتونن بیان، به اصطلاح رفیوجیا و اینها میتونن بیان کانادا. البته حالا صحبت کانادا اینه که چگونه اینایی که رفیوجی هستن از مکزیک یا از جاهای دیگه بیان برن کانادا. کانادا هم اون بالا نمیدونم دیگه به کجا ربط داره، از اون ورش مثلا به نمیدونم در هر صورت. ولی میگفت که در چند روز گذشته اگه اشتباه نکنم 2000 نفر از اینایی که اینجا احساس خطر کردن، یا 20000 نفر، عددها رو یادم نیست، رفتن کانادا و تقاضای پناهندگی کردن. یادمه خیلی ها به شوخی میگفتن اگر این احمق بیاد بشه رئیس جمهور ما میریم کانادا. از جمله اگه اشتباه نکنم آقای جان استوارت بود، ولی نمیدونم رفتن یا نه. I spoke to in dispatch about and one hour later okay. من نمیدونم، یه نفر با یکی دیگه صحبت کرده، اون گفته که من اینو میشناسم و سلام رسونده. خیلی ممنون، متشکرم. بریم سراغ این نوشته ها. بله، بیانیه پدر مصطفی کریم بیگی، و اینجا نوشته دروغ پشت دروغ، ظلم پشت ظلم. این رو هم بخونیم نشون شما بدیم ببینیم که این بیانیه ها آیا کار میکنه. کسایی که دیکتاتور هستن از بیانیه مردمشون، از بیانیه مرد شهروندان به اصطلاح ابایی دارن. دوستان خیلی ها این کلمه ابا رو میگن ابا، ابا با اینه اگه اشتباه نکنم، و میپوشن. هم آخوندا دارن، همین مسیحی ها دارن، ابا شنل اینا همش یکی. ابا از کلمه، اگه گفتی ابایی ندارم یعنی ترسی ندارم، باکی ندارم، بیمی ندارم، حراسی ندارم. ابا با ا، ابا با ا.
بیانیه پدر مصطفی کریم بیگی دروغ پشت دروغ، ظلم پشت ظلم. به ما گفته بودید سکوت کنید، شهناز را آزاد میکنیم. دروغ پشت دروغ، ظلم پشت ظلم. من با افتخار اعلام میکنم پدر مصطفی کریم بیگی هستم، پسر 36 ساله‌ای که جانش را برای ایران و آزادگی داد. فرزندم بعد از انتخابات 88 با دستهای خالی به خیابان رفت، سوال داشت اما جوابش گلوله‌ای بود که پیشانیش شلیک شد زیر پل کالج در تهران. من پدری هستم که فرزندم را با دستان خودم با کفن خونیش به گور سرد سپردم و امروز دخترم جلوی چشمانم آب می شود از اندوه دوری از مادرش، مادری که به جرم دادخواهی بازداشت و زندانی شد. این ظلم به فرزندان من و خانواده من از کجا جاری می شود؟ این ظلم از کجاست که تمام نمی شود؟ مادر فرزندان من روزهاست که در انفرادی است و ما بیخبر از او هستیم. دختر مرا تهدید کردند که خانه تان را به آتش می کشیم. کدام خانه؟ خانه ای که حرمتش را یک بار با خون شکستید و راضی نشدید و بار دیگر مادر خانه را به اسارت بردید. شما حتی حرمت خانه ای که اینک پسرم را هم نگه داشتید و سنگ مزارش را شکستید، آن خانه پسرم را. این ظلم شما را در کتاب‌های تاریخ برای آیندگان خواهد نوشت و روسیاهان تاریخ خواهید بود. مادر مصطفی مرا آزاد کنید و بیش از این آتش به دل داغدار ما نکشید. جای او زندان نیست. امیدواریم که عمل کنه این هر کسی که این رو بازداشت کرده. اگر دلیلی دارن، جرم قانونی دارن، بابا اگه مملکت قانون داره، بازداشت یک نفر توسط قوه اجراییه و قوه نمیدونم قضاییه هست و باید جدا باشه. چجوریه که وقتی اینا میان میگه فلانی بازداشت شده، میگه من کاری ندارم، اون قسمت قضاییه. خب اینو به قسمت قضاییه که میگه، بعد آقای خامنه‌ای شما که اون بالا نشستی، اینا دیگه هیچ جایی نمیتونن فریاد بزنن، آمدن دست به دامن اینترنت شدن. بابا گاهی وقتی هم این نامه ها رو جواب بده، بذار بررسی کنن اگه کسی داره حق اینا رو میخوره. والا دو روز دیگه شما هم سرنوشت شاه رو پیدا میکنید. گفت هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن، هان آینه ایوان مداین را آینه عبرت دار. البته ما اینو خوندیم کلاس پنجم یا ششم از حفظم شدیم. بعد گفتن آقا این صاحب ایوان مدائن انوشیروان بوده، نه خیلی هم چیز بوده، به اصطلاح خیلی هم بذارید ببینیم آقای افشارها باشه، یه وقت ما چیزی اشتباه نگفته باشیم. دوباره بفرمایید آقای افشار. آقا سلام عرض میکنم، ببخشید مجدد مزاحم شدم. امروز من توفیقی پیدا کردم که حضوراً برنامه شما رو ببینم. بفرمایید. عرضم به حضورتون که این ابا که فرمودین و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابا واستکبر. این ابا هستش. بله. این همون ابایی که من یعنی عرض کنم بعضی ها دارن. بله. میپوشن. اون ابای با این همون پوششی که فرمودین. بله. ابای با علیف هست، یعنی انکار و استکبار کردن، همون عبا هستیشون، یعنی با فتحه علیفه نه با کسره علیف. جدی؟ خب نمیدونستم من، ممنونم. بله بله. دوستان عبا و استکبر و کانه من الکافر. بله با علیف می نویسیم دومی رو. بله بله، عبا علیف و بی و گیم که با علیف مخصوله. خب. یا همون عبایی که ما به فارسی می همین استکرام عربی هست. عبا یعنی تکبر کردن، استکبر بحث. مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم، ببخشید. خواهش میکنم. فرمودید من گفتم. مرسی، مرسی که گفتید که دیگه به برنامه بعد ما دوستان اشتباه نکنم. مرسی، مرسی، مرسی. بله، ممنونم. ما یکی از محاسن، ماشاءالله این تلویزیون مردم خیلی حسنای زیادی داره. یکی از محاسنش همینه. ولی خب حالا یه اشکالی پیش میاد. اگه من گفتم من عبایی ندارم، درسته که از جمله دوستان میفهمن منظورم عبای پوششه یا عبای به اصطلاح وحشتی ندارم، استکرا
از کجا بفهمن؟ پس این اشکال تو زبان یا همه زبانها این چیزها رو دارن که کلماتی هست که مشابه ولی معنی مختلف داره. من همیشه فکر میکردم اون اولی عبا هست، این دومی عبا هست. مرسی از شما که با ما هستید، ممنونم. دوستان عزیز، من قرار بود امروز با شما 90 دقیقه باشم ولی هستیم، هنوز خیلی چیزا مونده که باید اینجا براتون بخونم و بذارید ببینم که برای پخش. بله، دوستمون اون روز نوشته بود خدا وکیلی این رو پخش نکن. من گفتم خب من حالا تو برنامه اینو فرستادی، نمیدونم پخش کنم پخش نکنم. بعد نوشته بود آقا من هرچی میفرستم شما پخش کن. گفتم آقا خودت همین الان نوشتی پخش نکن، چرا اینجوری یه دفعه؟ اینجا میگن جنرالایز، عمومیت میدی و میگی هرچی من میفرستم پخش کن. نه، اونی که میشه پخش کنیم، بنویس برای پخش، که بازم توضیح دادم بارها اون دیگه به وقت ما بستگی داره، به ذوق و سلیقه، به جای برنامه، یا بگو برای خودته خصوصی. در اصل اون روز ایشون یه فیلمی فرستاده بود از یه تظاهراتی توی کوچه‌ای یا توی دهی که چند تا پیرزن و پیرمرد و اینها بودن، بعد گفته بود اینو نشون نده. من اونو که نگاه کردم، دو تا برداشت شما میتونی داشته باشی. شما میتونی بگی بابا ملت، شمایی که میگین هیچ کس نیومد تو تظاهرات، نگاه کنید این پیرمرده با عصا با کمر دلا هم آمده تو تظاهرات. حالا ضمناً شما میگی کسی نیومد تو تظاهرات، ما حرف شما رو قبول داریم، ما حرف شما رو قبول داریم. خب آقای رضا پهلوی، خانم مریم رجوی، آقای حخا، آقای کوفت، آقای زهرمار چرا نشستن کنار این دریای نمیدونم آرامش و پاسیفیک؟ بلندشین برید ایران دیگه. شما که میگید دیگه طرفدار این حکومت کسی باقی نمونده، خب بلندشین برید. دروغ میگید. حالا اگه دروغ میگید باز برمیگردیم به اون اولی. اگه هنوز هستن کسانی که حتی به تشویق نوشیدنی، به تشویق چلو کباب، به تشویق مجانی اتوبوس میان، شما با اینا میخواین چه کار کنید؟ خب اگر عاقل بودید میگفتید آقا آخوند به چلو کباب کوبیده میده، من که بیام بهت سلطانی میدم، چون من میخوام سلطان بشم. یه سیخ کوبیده، یه سیخ برگوشنم هم هست، الان تشنم شد. متوجه شدید بعضی وقتا تشنتونه، فکر میکنید گرسنتونه و وقتی میرید یه چیزی میخورید تشنگیتون برطرف میشه. میدونید چرا؟ بدنتون از خوراک آب رو گرفته ولی داد بیدا چاقتون میکنه. آب بنوشید، اگه آب خوردی دیدی هنوز گرسنته، برو یه لقمه چی بخور. یکی از اشکالای چاقی آمریکایی‌ها اینه، نشسته تلویزیون نگاه میکنه، تبلیغ چیپس میبینه، آخ شور، میره چیپس رو میخوره، شور دیگه، کوک میخوره. نمیدونم. در صورت برگردیم به این، این دوستمون نوشته وصیت خر، همین الان هم فرستاده، تازه 3/28 دیر نوشته خر وصیت کرد فرزندم بیا و خر نباش، این همه خر بوده ای کافی است، پس دیگر نباش. با یا تلاشت را بکن با پارتی و پستی بگیر، یا فرار مغز کن توی این کشور نباش. کار کردن مثل خر در شأن ما هرگز نبود، همتی کن وارث این شغل زجرآور نباش. من یه ویدیوی گذاشته بودم نشون بدم، از بس سرم شلوغ شده نمیدونم الان کجاست. یه دکتری رو نشون میده، دندون پزشکه، داره رو دندون خانمه، البته فیلم ساختن، کار میکنه و میگه که خانم شما مثل این که نمیدونم چیه تمشک، نه اون یکی چیه درست میکنن به جای شیرینی، میوه است ولی از اینا زیاد میخوری، دندونات خیلی بده، کرم خورده فلان. یه دفعه دوستش یا منسیش میگه آقا خبر خوب، گرین کارت آمریکا نامش اومد، ای مردشور این گرین کارت قوره کشی رو ببرن که میدن. احمق ترامپ باید بگه این گرین کارت های قوره کشی رو بریزید دور، این 12 میلیونی که اینجا غیر قانونی بوندن ولی کار کردن، بچه دارن، بچهشون مدرسه میره، تکس میدن، مالیات ده. اگه نباشن آشغال از سر ما میره بالا، اگه نباشن صبح ساعت 6
آشغالی آشغال منو نمیبره، ساعت ده اون یکی نمیاد چمن بزنه، ساعت نمیدونم دوازده اون یکی نمیاد خیابونو بسازه، آسفالت داغ تابستون نمیاد بریزن، توی برف کسی نمیاد برف رو بکنه، این باید اون از بین ببره. برگردی سر این گرین کارت، نامه رو میگه که گرین کارت برنده شدی، اینم زنگ میزنه به همسرش نمیدونم بنفشه گل شیفته یه هم چیزی، برنده شدیم مژده بیا بریم. دو روز دیگه نشون میده توی یک جایی داره ظرف میشوره، مادرش بهش زنگ میزنه، اینم میگه آره مادر دارم توی بیمارستان کار میکنم. یه دفعه رئیسش میاد میگه چرا داری حرف میزنی، ظرفتو بشور و اینها، ظرف میشوره. دوستان من یه دوتا مصاحبه کردم با این آقای حسین موحدی، احمد موحدی یادم رفته اسمش، ایشون ترک زبانه یا آذربایجانی نمیدونم ایرانیه، این نصیحت میکرد به نویسنده های دیگه، میگه والا تو ایران حتی اگه تو زندان هستید قرص قلبتون رو بهتون میدن، نیاین اینجا مثل من هزار تا بشقاب در روز بشورید تازه قرص قلبتون هم گیر نیاد. البته باز یکی دیگه از محاسن تلویزیون مردم اینه که یه نفر همون موقع زنگ زد به من که آقا به این آقا بگو من از اروپا براش این قرص ها رو میفرستم و این کار رو کرد به احتمال زیاد، و داداش این آقا اگه اشتباه نکنم آخرش برگشت رفت ایران. این هم از این ماجرا، و ماجراها کم نیست، من و تو کم گفتیم. دوستان اجازه بدید که تماس تیم انتخاباتی ترامپ با ماموران ارشد سازمان مخفی، اول برنامه بهتون گفتم که این حالا گفت باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. این ماجرای افتضاح ترامپ و افراد نزدیک به اون، این حالا تازه به قول اینا میگن تیپ آف آیسبرگ، یعنی حالا نوک این کوه یخی هست که تو دریا هست، حالا کی این کشتی مثل تایتانیک بخوره بهش اون وقت بفهمیم چی بوده. البته ثابت کردن تازگی که ماجرای اون کوه یخ نمیتونست تایتانیک رو غرق کنه و دارن دنبال دلیلش میگردن. و اما این خبر رو از دوچه وله فارسی براتون میخونم. تماس تیم انتخاباتی ترامپ با ماموران ارشد سازمان مخفی روسیه. استعفای مایکل فلین نه تنها به ماجرای تماس با روسیه خاتمه نداد، بلکه سرآغاز بحرانی جدی بود. حال گفته می شود که تیم انتخاباتی ترامپ با ماموران بلندپایه سازمان مخفی روسیه در تماس بوده است. بل منافورد، بهتون گفتم بل منافورد مدتها ریاست تیم انتخاباتی این آغاز، اونایی که ترامپ از قبل به اصطلاح یادشون هست می دونن این یه مدتی همه کار تبلیغاتش بود و اینها، نوشته که ریاست تیم انتخاباتی ترامپ را بر عهده داشت. آیا او با ماموران مخفی روسیه تماس داشته است؟ کنارگیری مشاور امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل تماس با سرگئی کسلیاک این سفیر روسیه در واشنگتن موضوع تماس‌ها با روسیه را به رسانه‌ها کشانده است. نیویورک تایم و شبکه خبری CNN در گزارش‌های جداگانه‌ای مدعی شدند که به اسنادی دست یافتند که حکایت از همکاری و تماس بین تیم انتخاباتی ترامپ و ماموران بلندپایه امنیتی روسیه دارد. نیویورک تایم موفق شده است به فایل‌های صوتی تماس‌های تلفنی موجود در سازمان‌های امنیتی آمریکا دست یابد. هنوز روشن نیست که تماس‌های بین تیم انتخاباتی ترامپ با ماموران ارشد اطلاعاتی و مخفی روسیه به چه قصدی صورت گرفته و مضمون این تماس‌ها چه بوده. آقا این دوست ما حسین از ایران فرستاده که آقا نمیدونم جنگ میشه یا نه، عربستان سعودی این یا نه، اسرائیل اون یا هم. گفتم حسین جان ای کاش که من این اون وقتا میگفتن جام بلورین، اینجا چی بهش میگن، میگن که یک کره میگیرن دستشون داخلش نگاه میکنن و آینده رو میگن، ای کاش اینو داشتم و پول بهتری میساختم به جای اینکه بشینم اینجا دوست چندین سالمون زنگ بزنه بگه هم خودش مریض و دیوان است هم ما مریض و دیوان هستیم و نمیدونم واقعیت چیه. ولی این صحبت اگه یادتون باشه آقای ترامپ توی تبلیغات انتخاباتیش میگفت که من این آقای
چیز رو مال ویکی‌پدیا دوست دارم. بعد میگه اصلا روسیه نمیدونم اون کشور، همه برید برید ایمیلای اینو پیدا کنید. حالا فهمیدید چجوری باشون صحبت میکرد؟ اطمینان داشت دیگه. 17 تا نامزد ریاست جمهوری که هر کدومشون نگاه کنی از لحاظ چی یه سرگردان از این بالاتر بودن، از این دکتر بن کارسون خوابالود بگیر تا اون جبوش احمق، همه اونها بهتر از این بودن، تا اون پال ران چی رایان پال ران پال اینا هم همشون اسمشون قاطی میکنم من دیگه از بس مثل همه. اینا چطور شد 16 تاشون اینجوری مثل برفی که تو تابستون باشه آب شدن، ولی این مردک نادان احمق شالاتان دوست زنباره با این همه افتضاحات. من یه دوستی دارم سر خیابون ما، این رئیس پلیس بوده و این خیلی طرفدار چیز بود، با هم صحبت میکردیم اینها، اون ماجرایی که این زنها رو تاچ میکرده و نمیدونم میگرفته هر جاشونو میخواد و اینها، این آقای پلیسه به من گفت آقا من تا امروز اگه کسی یه حرفی پشت سر ترامپ میزد میگفتم نه این خدا هست، ولی این مردک امروز ببخشید آمریکایی‌ها یک اصطلاحی دارن میگن طرف جیش کرد رو پای خودش، میگفت این دیگه جیش کرده رو پای خودش و دیگه حالت کثیفه نجسه من دیگه نمیخوام ببینمش. ولی اونایی که طرفدارش بودن میگن خب این چیز شخصیه. آقا خانم وقتی یکی میاد تو پابلیک که چیز شخصی نداره، مردشون این چیز شخصی بیل کلینتون مگه نبود بردن میخواستن این پیچش کنن؟ این حرفا چه چجوری شما چشتونو بستین؟ چجوری شما گوشتونو بستین؟ این دکتر چی چیه حمزه پور دیوانه اینجا مثل علی برجقک میگن، میگن نگید علی برجقک نمیدونم والا چی بگیم. هی دوید اینور اونور، چهار تای دیگر هم جمع کرد، اونام فکر کردن که بله علی آباد یه دهی هست، چه دهی هم هست. صحبت از ده شد، یه نفر یه عکسی برای من فرستاده بعد گفته که یاد زمان شاه بخیر. من هرچی این عکس نگاه کردم گفتم این عکس مال زمان شاه نیست، بذارید ببینم میتونم پیداش کنم. حقیقت محض، خنده بر آه لب میزنم تا کس نداند. آها اینه، نوشته که بعد آقای آریانپور جوابشون داده که آقای احمد مظاهری، آیا منظور از بهشت آریان مهری این بهشتی است که در این عکس مشاهده میکنید؟ حالا فکر کنم آقای آریانپور منظورش این بوده که بابا این چه بهشتیه، خونه اینا رو نگاه کن، زندگی اینا رو نگاه کن و با هم ببینیم. دوستان یک سینی مسی بزرگ گذاشتن، قند و دوتا استکان جانانه. من برای آقای آریانپور نوشتم آقای آریانپور این حتی مال زمان شاه نیست، زمان شاه بیچاره دهاتی ما که گاز و نمیدونم از این اجاقا نداشت. اگرم میخواین ببینید که مال زمان شاه نیست، اینجا نگاه کنید ریموت کنترل. والا من که آخرین مدل تلویزیون رو خریده بودم، تا موقعی که اونجا بودم ریموت کنترل نداشتم. اولین بار وقتی اومدم آمریکا، نه ببخشید، تو آلمان که بودم یه تلویزیون خریدم 1200 مارک، چون کانال آمریکایی ها رو میگرفت، اونجا بود که ریموت کنترل داشت. پس این عکس مال زمان شاه هم نیست، ولی چه کنیم که اینترنت آزاد، همه فکر میکنیم آزاد، هر خبری میگم طرف عکس خانومه رو نگاه کنی میگه من تفنگ گذاشتم رو دوشم رفتم انقلاب کردم. خانم تا روزی که انقلاب شد کسی تفنگ نداشت، انقلاب که شد مردم ریختن تو پاسدارخونه و تو نمیدونم چیزا تفنگا رو آورد. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. بله ببینیم این چی گفته. آها من همش دنبال این میکشتم، حالا نگو اینو اشتباهی گذاشتم جز برنامه. خیلی جالبه، یه نفر برای ما یه اینوایس فرستاد که 200 دلار بده. گفتیم بابا کار کاسبی خوب نیست، اگه میشه 100 دلار حالا میدیم، 100 دلارش 6 ماه دیگه برای این چیزی که میخوام بخریم یه ساله. بعد گفت باشه، آدم خوبی بود محمد، یه پسر عرب بود. بعد از من پرسید تو آمریکا چه خبره، گفتم فعلا خیلی خرطوخره، یکیش اینجا نشسته باقیش هم تو کاخ سفیده.
بعد گفتم برای من اینوایس بفرست. گفت باشه. حالا جالبه، بهش گفتم ببین اینه که میفرسی من سرم شلوغه، تا روز شنبه نمیتونم چیش کنم. گفت باشه. بعد هرچی میگشتم پیداش نمیکردم. گفتم حالا نگاه کن، اگه به این میگم دوباره بفرست، میگه این میخواد با من بازی کنه که این وسیله رو بگیره از ما ولی پولشو نده. اگرم نگم که گم شده. حالا میبینم گذاشتمش توی پرونده خوب خوب شد پیدا شد. مرسی. خب سهم مساجد و حوزه های علمیه از بودجه تهران 1700 میلیارد تومان است. بذارید ببینم تو این خبره میگه که بودجه تهران چقدره که 1700 میلیارد تومانشو به مساجد میخوان بدن. و این سهمیه مسجد و سهمیه آخونده دوستان از زمان شاه هم بوده. برید ببینید، برید بخونید که این آخونده از ساواک حقوق میگرفتن، از مدارس حقوق میگرفتن، از دانشگاه حقوق میگرفتن، کتابهای درسی زمان شاه، کتابهای بچه های مدرسه. آقای منوچهر گنجی که همون وزیر آموزش پرورش بود، من دوبار باش مصاحبه کردم و فکر کنم توی یوتیوب اگه بزنید دکتر منوچهر گنجی فاصله سربی میبینید که میاد میگه آقا خانم وقتی شماها هی میگفتید اروپا آمریکا فلان، کتابهای درسی ما رو آقای حسین بهشتی میفرست مینوشته و اون یکی دیگه قفوری، نه خدایا کی بود که اینا دوتاشون هم کشته شدن تو اون بمبگذاری سال چیز همون سالش 58 بود، نمیدونم دفتر حزب جمهوری. بله خب ببینیم که آره اگه نوشته باشید که بودجه چقدره، حالا اینا چقدر به این میدن یه چیزی، و اینا خب بالاخره بودجه دارن که بودجه دارن. همینجا این کلیساها شما نمیدونید چه پولایی میخورن میگیرن، مالیات نمیدن، تکس چی میکنن، چه پولایی گرانت میگیرن از این ور اون ور. درصد نوشته که 1700 شهر هزینه مساجد و حوزه های علمیه میشود، نهادهای فلان. همینجوری بیاین پایین به گفته سالاری 1000 حسینی و مسجد 500 فلان اینقدر ننوشته. میدونم من این خبرها رو معمولا وقتی میخونم یه جایش نقص داره. وقتی من میگم آقا امروز هوا خیلی گرمه یا هوا خیلی سرده، باید به طرف یه معیاری بدم. دوستان اگه برای کسی میخواین عکس بفرستین، یه قابی دارین، چیزی دارین. من مدت‌ها پیش قالی داشتم ابریشم بود، می‌خواستم اینو بفروشم. آمدم یه دونه پول سکه، خب سکه همه دارن، گذاشتم پهلوش، از پشت عکس گرفتم که اون طرف که میبینه بفهمه که این. حتی میدونید برای قالی میگن با سیگار، سیگار رو بذارید مثلا، بعد میگن این 70 رجه یا 60 رجه یا فلان عکس بگیرید. یعنی چی؟ شما بهش یه بنچمارک میدید، یه معیار میدید، متر میدید، میگید آقا این یه متره. حالا که ما بهت گفتیم این یه متره، به اصطلاح توافق رسیدیم که این یه متره، حالا من مثلا 500 متر بهت بند میفروشم، تناب میفروشم، یا 2 متر بهت کفن میفروشم، چه میدونم. در اصل اینا این خبرهای اینجوری سهم مساجد، خب اولا زیاده. اوکی من چیکار باید بکنم؟ چیکار میتونم بکنم؟ مگر سهم مساجد با رأی مردمه؟ چه باید کرد؟ پاسخگوی ما آقای اهورا خالقی یزدیه که آمد نشست، بدبخت یه مردکی را آورده بود. این مردم فکر میکرد که این میخواد دوتا هواپیما بگیره، خواهر و مادر و دوست دخترش رو نمیدونم اینا رو ببره مثلا آتلانتیک سیتی، مثلا تولد بچهشه یا فلانه. اونم آمد اینجوری نشست تلویزیون. آقای حقا بهش گفت که شما در کار هواپیما هستی؟ گفت بله. گفت خب ما اگه هواپیما بخوایم بهمون میدی؟ گفت بله. بعد رو کرد به تلویزیون گفت دوستان میبینی همه چیز آماده است، ما برنامه گذاشتیم با 500 تا هواپیما میایم میدون شهیاد پیاده میشه. ببین چقدر باید احمق باشی. این آریامر سالن مهرآباد، همه چی ماشاءالله یا آریامر بود یا مهرآباد بود یا مهرآزاد بود، ببین یه دفعه یه هواپیمای آمده بود تمام شیشه میشه ها شکسته بود و آقای حقا میخواست 500 تا هواپیما ببره، اصلا بلدم نبود فرودگاه کجا، میگم میدون شهیاد پیاده میشه. خب مردم نمیدونم دیوونه بودن، ولی یه عده بدبخت جوانم رفتن دم دانشگاه گویا گرفتنشون. هیچ کم دیگه بعد نپرسید آقا اینا چی شد؟ آقای حقا تو که 9 تا بچه داری چجوری شب میخوابی؟
که یه جوونی رو تو باعث شده باشی گرفته باشه. اون احساساتیه، اون میخواد شلواره نمیدونم شورت بپوشه، تو ایران میگن شورت نپوش، که کار زشتی هم هست به نظر من، نه شورت پوشیدن ها، این که میگن نپوش. آقا تو بیا تبلیغ کن بگو شورت پوشیدن این بده، شلوار پوشیدن این خوبه، اون آزاده. اوکی، خب این جوون رو احساساتی میکنی، میاد شیرینی میگیری، میاد دم دانشگاه، اونا هم از ترسی که نکنه شما راست گفته باشی مسلح اومدن اونجا میگیرن میرن. بعد دیگه رفت همونجایی که عرب نینداخت. ببینم یه چیزی دیگه هم گذاشته بودم، اینقدر فرع پهلوی رو براتون خوندم. آها، این دوستمون که اون روز خبر اوورفلو یا آب سد زیاد شده بود و رفته بود تو اون جاده‌ای که درست کردن و اون جاده هم ریزش کرده بود، که اتفاق همین کلمه ریزشی رو که الان میگن برای کابینه ترامپ هم دارن استفاده میکنن. چیزی که هست اینجا با هلیکوپتر رفتن سنگ ریختن تو اون قسمتی که ریزش کرده که دیگه آب بیشتر نره اونجا و آب تو این مسیر مثل خیابونه، درست خیابونه اینجوری بره، بهش میگن سپیلوی. سپیل میدونی یه چیز، شما وقتی میریزی سر میره بهش میگن سپیل، که یه آب نهاد تا روزن در صورت. حالا انگلیسی من میخوام به کی یاد بده، شما همتون بهتر از من انگلیسی بلد. در صورت این 12 سال پیش هم گفته بودن که آقا این درست نیست، این کافی نیست، و اینجا یه نفر نیومد فوش بده به اوباما یا فوش بده به ترامپ، ولی به ترامپ گفتن آقا اینجا الان پول لازم داریم، همه آمریکا اون فدرال اید کمک رو به ما بدین. اینجوریه، نمیرن دم استانداری بگن آب ما، برق ما، بعد نفتمون رو بردید، انگار که مثلا نفت و قرار هر شب بیان بریزن تو پیت به ما بدن. البته گفتن آقای احمدی نژاد گفت ما نفت میاریم توی سفره‌های مردم میذاریم، کاریکاتور کشیدن نفت چرا بر رفته، آقای با چراغ داره شام میخوره، چراغ افتاده، نفت ریخته توی سفره، صدا میزنه به همسرش بیا عزیزم نفت آمد تو سفره. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید مهمان ما باشید، اگر درباره چیزی میخواین صحبت کنید که من یا بینندگان فکر کنن این موضوع خوبه. ضمناً آقای احمدعلی مسعود انصاری امروز تماس گرفتن، گفتن احتمالاً هفته آینده حالشون بهتر میشه و میان برنامه دومی رو که یکی از دوستان حمایت کرده اجرا میکنن از طریق اسکایپ. اگر سوالی دارید، نظری دارید، تماس بگیرید. ویدیوهای ایشون، اولا ایشون فیسبوک داره، دوما ویدیوهاش روی فیسبوکش هست، روی یوتیوب هست، روی احمدعلی انصاری وبسایت هم داره، بزنید ببینید. حالا برگردیم به این صد. دوستمون نوشته که این پتی که عزیزی نوشته، خوشبختانه خطر صد اورویل کالیفرنیا تا حدی برطرف شده و دیشب به خانواده های پشت صد که طبق آمار مختلف از 100 تا 180 هزار نفرند اجازه داده شد به طور موقت بازگردند، چون فردا و پس فردا با 5 تا 6 اینچ باران تازه امکان آنکه دوباره دستور تخلیه داده شود میباشد. خب میذاشتن وایسن این دو روز هم بگذره بعدن بیا. از روز شنبه که دستور تخلیه صادر شده هر ثانیه برابر 100 هزار کیوبیک فوت که تقریبا 500,000 گالن است آب تخلیه میکنن، حدوداً 32 بیلیون گالن، بیلیون با بی دو، هر ساعت 1,200 تن سنگ و بتون. ببینید یه ماشین تو خیابون، کامیون که میره مثلا این 12 تن 10 تن بار میزنه، ماشین های معمولی، ماشین داریم که این روزا 30-40 تن هم بار میزنه، ولی وقتی میگه 1,200 تن یعنی 100 تا ماشین 12 تنی رفته اونجا سنگای بزرگ ریخته، در محل میریزن حدود 115 هزار تن. شما نوشتی هر ساعت 1,200 تن سنگ و بتون در محل خراب شده میریزن حدود 115 هزار تن. 1,200، نمیفهمم این نسبتش به بتون خیلی ناجوره. بالاخره دیشب دولت ترامپ طرح ایالت اضطراری
یا اضطراری ایالتی رو برای کالیفرنیا صادر کرد. با تخلیه این حجم عظیم آب و جاری شدن آن به دشت ها و رودخانه های پشت سد، چه خساراتی وارد شده مشخص نیست و در تمام گزارشات و ویدیویی که گفتش گرفته شده و تعدادی را من دیدم حرفی به میان نیامده. اگر فردی اطلاعی در این مورد دارد ممنون میشم، مزید تشکر خواهد بود. شادزی با نوه. ممنون و متشکرم. شما هم با فامیلتون شاد باشین. و دوستان واقعا این داشتن نوه چه نعمتیه. باز من دیروز یکی دو ساعت با این نوه عزیزم بودم و پیش خودم میخندم، میگم ما فکر میکنیم چه اسباب بازی خوبی گیرمون اومد، اونم پیش خودش میگه من چه اسباب بازی های گنده ای دارم، هر سازی میخوام اینا برای من میزنن. و من میگم ما وقتی جوان هستیم گرفتار کار و اینها خیلی با بچه هامون وقت نمیذاریم، بعد که حالا آزادتر میشیم حالا تازه قدر زندگی رو میدونیم، حقیقتا هم یه جور دیگه هم میشه نگاه کنی، مثل جوونه که اصلا به فکر زندگی نیست ولی الان یکم که مسن‌تر میشیم هر یک ساعتش برامون ارزش داره که ازش استفاده بهینه کنیم یا استفاده هوده، چون بیهوده یعنی بعد خراب، هوده یعنی خوب و بجا. ممنون و متشکرم. اگر دوستانی هستن شاعر هستن، درباره کتاب، درباره شعر، درباره شاعری، فرهنگ میخوان صحبت کنن، شما در تلویزیون مردم از الف تا ی، از A تو Z، از بادین، از بیدین، از بالا، راست، چپ، پارت میتونید صحبت کنید. نمونهش آقای حسن ارشاد جمعه باورهای خودشو، تحقیقهای خودشو درباره بهائیت میگه. آقای افشارها نمونهش، از این ور آقای فرزاد عزیزی طرفدار آقا رضا پهلوی که حالا یکم دیگه که بیشتر با ایشون دوست شدم میگم قربان ما 30 سال پیش مثل این آقای دکتر مصطفی هروی یادش بخیر میگفت که به هر کی چیز میکرد میگفت ببین پسرم، اینجوری هم حرف میزد، پسرم من 50 سال پیش همین جایی که شما هستی بودم ولی الان 89 سالمه، تیکتم هم دستم، منتظر هواپیما هستم، وقتی منتظر هواپیما هستم وقت ندارم با شما تلف کنم. یادش بخیر، خیلی چیزا به من یاد داد، از این بابت ممنونه. ببینیم چی گفت ایشون. محمد جواد باهنر کتاب درسی را می نوشت. مرسی، بهتون گفتم این تلویزیون مردم یک دائره المعارفه که هر وقت من سوالی داشتم 5 نفر آمدن کمک کردن و گفتن بله آقای باهنر و اون آقای حالا خود آقای بهشتی هم ایشون تو آلمان و اینها اصلا مثل که مؤسسه‌ای که دوره شاه هم با پول ایران بوده ایشون اونجا مسئول بوده. در صورت بودن چه بود رفتان که رفت، هستیم و هستید، با ما باشید، تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، اگر عیبی ایرادی میبینید لطف کنید دوستانه بگید تا ما هم دوستانه ترتیب اثر بدیم و برنامه هامون بهتر بشه. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید دیدارتون روز جمعه. مرسی.